بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم، برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز دوشنبه 28 تیر ماه 1395، بله یک ماه از تابستان گذشت. و تعجب نکنید اگر در این قسمت برنامه زنده CNN رو میبینید، کیبل نتورک نیوز. ایرانی ها خیلی هاشون دیدم یا شنیدم به اشتباه میگن CNN. CNN یه فروشگاهی بود در آلمان که اونجا میگفتن سوندا. در صورت این CNN هست و دلیلی که گذاشتیم همین الان، یعنی از ساعت 1، برنامه زنده کانونشن یعنی گرد همایی، مثل همین کارنوالی که مجاهدین را میندازن کلی پول خرج میکنن، حقیقتا این ماجرای کانونشن الان ریپابلیکن هاست، بعد هفته آینده دموکرات ها در فیلادلفیا، اینا الان در اوهایو کلیولند، یه نمایشی بیش نیست و خب برای اون شهر و برای اون ایالت خوب پول در میارن، پول میسازن، از این لحاظ خوشحالن، ولی حقیقتش اینه که یه جاییه که میان یه مش دروغ میگن و یه مش شادی میکنن و یه مشتی وسایل نمیدونم تبلیغ مثل بادکنک و از این چیزا میریزن این ور و ور و میگذره میره. بعد هر کسی حالا رئیس جمهور شد میاد و همه میدونن اینها به این صحبتایی که میکنن وفادار نبوده، نیستند و نخواهند بود. امیدواریم که یه تغییری ایجاد بشه در دنیا، کلن در سیستم دنیا، تا اینا وقتی یه حرف میزنن مسئول باشن که اون حرف رو اجرا کنن. چرا جمعه آمده اول مرداد؟ ببخشید اون یکی هم شده 28، نه بابا هنوز اول مرداد نشده، جولای 8 تیر، ببخشید 18 جولای هست و 28 تیر ماه. ممنونم از علی دوست خوبمون که الان چند سال هست این تاریخ ها رو درست اول روز دوشنبه یا آخر وقت یه شنبه برای ما ارسال میکنه. از این بابت ممنون و متشکرم. خب و اما نمیدونم شما اگر این برنامه رو روی صفحه کامپیوتر ببینید، مخصوصا تو اون قسمت کوچیک این پشت سر ما یا این بغل این ور بغل دست ما چیزی پیدا میشه یا نه، ولی داریم امتحان میکنیم. و یکی از دوستان گفتم به نام پرویز اون روز پیشنهاد داده بود که خب یه نفر دیگه از یه جایی برنامه داشته باشه، ولی متاسفانه بیشتر این دوستان جنبه پیشنهاد و جنبه فقط حرفی زده باشن هست و هیچ کدومشون اون حالت عمل رو ندارن. حالا میدونم حتما آقای سعیدی میگه بابا من که عمل میکنم. آقای سعیدی لطف کرده، تماس گرفته، شماره تلفن داده، ایمیل داده و من نمیدونم این چه عادت بدی هست که ما ایرانی ها وقتی زنگ میزنیم، پیام میذاریم، یه جایی میدونیم که طرف خودش پیام رو میگیره، نمیگیم چه کار داریم، هی میگیم که یه زنگی به من بزن. مثلا آقای سعیدی به من میگه که یه چند دقیقه قبل از برنامه یه زنگی به من بزن. اولا آقای سعیدی، شما اگه امروز برنامه میخوای باید از قبل ردیف کنیم تا بدونیم، مثلا مثل چهارشنبه ها که ساعت 3 بعد از ظهر آقای یزدان خدا بندلو هست، شما دوشنبه ها ساعت 3 باشی که من مهمان مخصوصی که امروز دارم براتون و حالت سورپرایز و مژده هست رو وقتی باهاش صحبت میکنم بدونم که آقای سعیدی ساعت 2-3 دوشنبه است، به ایشون بگم جمعه. در صورت شما دو تا حق انتخاب دارید آقای سعیدی، یا جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما که میشه 12 ظهر شما، چون شما در ایالت واشنگتن اون ور هستید، اون ایالت واشنگتنه، این دیستریکت آف کولومبیا یا واشنگتن دی سی هست که هیچ معنیش هم ما نفهمیدیم. خب دوست خوبمون آقای پیشرو، امیدواریم که همیشه پیشرو باشی، یا صفحه تیوی هست پشت سر شما، ممنونم، ولی قابل دیدنم هست یا نه؟ شاید شما واردید صفحه کامپیوتر رو بزرگ کردید که اون ویدیو باشه. در صورت ما گفتیم اینو بذاریم، اگه یه وقت
خبری شد، کشت و کشتاری شد. مثلا روز جمعه که من برنامه داشتم همون موقع کودتای ترکیه در جریان بوده، ضمن این که حالا من نمیدونم انقدر من به اصطلاح بتونم متمرکز کنم رو چند تا برنامه مختلف که اگه یه چیزی اینجا نوشت بگم براتون. یه اشکال دیگه که وجود داره، الان همه خبرها رو به صورت بریکینگ نیوز، بریکینگ نیوز تو ایران میگفتیم فوق العاده، فوق العاده، شاه رفت، خمینی آمد، ملت بدبخت شدن و همین برنامه ها. اینجا همه چی رو همین نیست بریکینگ نیوز دیگه. معنای بریکینگ نیوز یا خبر فوق العاده رو یا وارنینگ چی بهش میگن، اخطار، هشدار، اینا رو از بین بردن. در صورت اگر شما کسی هستید که مایل هستید در برنامه ها شرکت کنید به عنوان، نمیخوام بگم دستیار، به عنوان مجری دوم، که اینجام لازم نیست باشید، میتونید از هر جای دنیا، لازم هم نیست با ویدیو باشید، میتونید با تلفن، با اسکایپ بدون تصویر باشید و اینها. و این کار رو تلویزیون رنگارنگ به خوبی انجام داد. اون آقا پرویزی بود، نمیدونم از کجا، چیزی که هست داورم، خب اعصابش خیلی چیز نیست، دوستان رو نگه نمیداره، اونم مثل منه. امروز آقا منوچهر لطف کرده از باستون برای من یک نامه ای فرستاده و یک پول نو رو هم گذاشته با عکس همیلتون، $10. این $10 به این نوعی رو کجا در آوردی؟ من فکر کردم خودت چاپ کردی، حالا باید یه امتحانش کنیم ببینیم قلابی نباشه. در صورت ممنونم منو چجا. اون قسمت رو من متوجه نشدم که شما زود عذرخواهی کردی، مثل که دلخوری از من. اگه دلخوری خب ببخش، اگرم نه من متوجه نشدم حقیقتش که چی نوشتی. ولی ماه آینده، ماه آینده چیه؟ یعنی الان 12 روز و 6 هم 3 هفته دیگه میام رود آیلند، هم دوستان رو ببینیم، هم یک کاری داریم بهش میگن ویدیو اساینمنت، یعنی چی میگن، یک فارسی از یادمون رفت، انگلیسی و آلمانی هم یاد نگرفتیم، چی شد. خلاصه شاید بوستونم آمدم و من معمولا مزاحم دوستان نمیشم، همیشه باور دارم هتل مال مهمان، مال مسافره، مسافرم مال هتل. حالا که صحبت تشکر هست، اجازه بدید از هوشنگ عزیزم تشکر کنم. هوشنگ نامه ای نوشته، خیلی ممنون هوشنگ جان، نوشته که سوربی عزیز با تشکر از آن چه که از تو یاد گرفتم، ای کاش میفهمیدم که چقدر نمیفهمم. همین، اولا من از شما ممنونم که شما میگی چیزی یاد گرفتی، خیلی خوشحالم، این باعث دلگرمی من میشه که دوباره بیام. نامت رسید، ممنونم. اون اسکناس شما هم رسید، اسکناس شما هم خیلی نو و جالب بود. درصد این اسکناس همیلتون بود، اون یکی جورج فرانکلین بود. میدونید که اینجا کم ارزشترین پولشون رو گذاشتن برای واشنگتن. دلیلش اینه که، درست میگم، دلیلش اینه که به اون ارزش بیشتری بدن، چون این پول بیشتر در دست مردم میچرخه. و این هم از این ماجرا. همینجوری که دارید تو این برنامه میبینید، ساعتم مینویسه، ساعت 2:08 است الان. الان اینجا 2:09، اونجا 2:08. بعضی وقتا میدونید مثلا 5 ثانیه ساعت کامپیوتر ما جلو باشه، این 1 دقیقه اونجا تفاوت پیدا میشه. در هر صورت آقای پدرام طنازی هم آمد. این پدرام طنازی هم مثل امام زمانه، هی غیب میشه، هی میره تو چاه، هی میاد بیرون. خب پدرام قرار بود برنامه بذاره، پرویز قرار بود برنامه بذاره، اشتون قرار بود برنامه بذاره. آقا ما همه بدقول، اصلا رو قول دیگران نمیشه حساب کرد. گفت اگر به انتظار شام همسایه بشینی، تا صبح از گرسنگی دلت مالش میره. خب دوشنبه 18 جولای 2016، اگه در اول برنامه تاریخ اشتباه بود ازتون عذر میخوام، کشتار مردم بیگناهی که رفته بودن برای یه وکیشنی بعد از یه سال کار. خیلی از اینا پول قرض میکنن، بلند میشن میرن تعطیلات که برگردن کار کنن، اون پول رو پس بدن. حالا این بیچاره ها رو یک احمقی را افتاده با کامیون 80 خوردهشون رو کشت، 200-300 نفر رو زخمی کرد. بعضی جنازه ها، یکی از جنازه ها هنوز
پدر مادرش پیدا نشده، میگن به احتمال زیاد پدر مادرش جز اونایی هستن که زخمی بودن. اصلا ببینید چه چیزی تو دنیا درست کرده. هنوز این خبر به اصطلاح سرد نشده بود، ماجرای کودتای ترکیه آمد که در این مورد هم صحبت میکنیم، که به جوک نوشته بودن این مرده گفته آقا من خودم رو کشتم، 84 نفرم کشتم که فقط چند ساعت روی خبرها باشم و بی انصافیه. هنوز اون خبر ترکیه و برگشتن آقای اردوغان به قدرت و اینها که حالا شایعاتی هست که اصلا خود این کودتا رو خودش را انداخته که مخالفین رو شناسایی کنه. و میدونید همیشه توی سیاست این ماجرای شایعه نقش بزرگی رو داره، ولی چیزی که برای من جالبه وجود چند تا سواکی پیر و بازنشسته است که اینها به احتمال زیاد هنوزم از دولت ایران هم حقوق میگیرن، حقوقای بازنشستگی سواک شاهنشاهی و حقوقای خبرچینی و کمک به آخوندها در این رژیم، ولی اینها از رو نمیرن. خب وقتی آقای ایرج مصداقی میره با این سواکی صحبت میکنه، وقتی وایس آف امریکا میره با آقای پرویز ثابت صحبت میکنه، یه احمقی هم مثل این امید دانا یا نادان میره اون آقای نمیدونم کیه فراستیه کیه میاره. و من دیروز نوشتم که بابا شماها وقتی جوان بودین تمام دستگاه‌های پیشرفته اون زمان رو داشتید، نتونستید جلو دماغتون رو ببینید چه اتفاقی میفته. حالا نشستید تو این اتاقا خبرها رو بعد از 3 روز 4 روز که دیگران، تازه من که پیرم و همسن خود شما هستم یا یکم جوان‌ترم، زودتر میگیرم و خبرها رو شما میان حالا میخوایم برای اون تفسیر کنیم. آقا نخواستیم، برید دنبال کارتون. ولی همچین که به اینا یک کلمه حرف میزنی، یه سری نادان شاه اللهی میان و همون ماجرای نمک خوردن و نمکدان شکستن. و گفتم آقا کدوم نمکدان؟ شاه نمک رو خورد، نمکدان رو هم دزدید و برد. این آخوندام همین کارو دارن میکنن، انقدر این نمک و نمکدون در نیارین. یادمه من اولین باری که یه کارگر آمریکایی استخدام کردم، تولدش بود و وقتی خواستیم بریم تولدش رو به اصطلاح جشن بگیریم، گفت که یه رستورانی هست اینجا بهش میگن وودرز، خانم ها لخت و پتی نمیان ولی لباسی که میپوشن خیلی به اصطلاح بحث برانگیزه و حتی اینا تو موقع استخدامشون نگاه میکنن که مثلا سینش اینجوری باشه، باسنش اونجوری باشه و اینها. و من اونجا یاد گرفتم که اینها وقتی روز تولدشونه میرن روی میز میرخصن و یه نمکدون و فلفلدون میگیرن دستشون، هی اینجوری میکنن. آقا این همه رقصیدید 57 سال شاه پدرش، حالا 37 سال آخوندا رقصیدید، رقص نمک فلفل برای ما اجرا کردید، گورتون رو گم کنید، برید حقوقاتون رو بگیرید، خوش باشید. در هر صورت یک آقایی بود، حالا من اگر عکسش رو بتونم اینجا پیدا کنم یا صفحهش رو پیدا کنم بهتون نشون میدم. و میگم اینا مثل یک گنگ عمل میکنن، مثل اون ساواکی که مثلا خودش اگه ساواکی بود فامیلاشم برای که از بقالیه چیز مجانی بگیره، از نمیدونم قصابیه گوشت مجانی بگیره، این آگهیارم که میبینید هیچ کاری با ما نداره. اینا رو روی یوتیوب اتفاقا متوجه شدم که بیشتر آگهی میذاره وقتی که برنامه CNN رو داری زنده نگاه میکنی. البته من ممکنه بتونم CNN از طریق سیستم خودمون ورایزون و اینها بگیرم و اون ممکنه انقدر تبلیغ نداشته باشه و اون عین همون برنامه‌ای رو اصلا بدون تبلیغ نمیشه. اینا کلا گذاشتن سر مردم. اینا اول آمدن گفتن آقا اگه از تبلیغ تلویزیون خسته هستید بیان کیبل بگیرید و ما تبلیغ نمیدیم، همون پولی تبلیغ پخش نمیکنیم، همون پولی که شما میدید خرج ما رو در میاره. بعد هم پول رو گرفتن، هم تبلیغ نشون دادن، هم تبلیغ‌ها رو بیشتر کردن، جوریه که الان نزدیک به تقریبا 15 دقیقه از 1 ساعت رو شما تبلیغ می‌بینید. خودتون الان ببینید چند تا تبلیغ. و دیدم بعضی وقتا دیگه تکرار تبلیغام هست، توی بخش 2 بار 3 بار تبلیغ یه مسئله رو انجام میده. من حالا این آقا که چه عرض کنم، آره داشتم اینو میگفتم، اینا مثل مرشد و بچه مرشد یه عده‌ای هستن که مثلا این آقای نادر، بذارید من ببینم عکسشو بتونم اینجا براتون بیارم و کامرای 3 رو بهتون نشون بدم. بله اینجا
کمرای سه. بله، آقایی به نام نادر گرامیان، فامیلی گرامیان اگه اشتباه نکنم تو ایران معروف بود، تو شیراز هم فکر کنم داشتیم، حالا یا گرامی بود یا گرامیان، مهم نیست. در هر صورت این آقا برداشته برای من نوشته، من نوشتم که بابا دوستان ساواکی وقتی که جوان بودند و همه وسایل رو داشتن نفهمیدن که در ایران چه میشود، حالا که پیر و بازنشسته شدن از خبرهای اینترنت که 3 روز قبل من و شما خواندیم اینها تفسیرهای عبدوخیاری میکنن. ای کاش این دوستان با افتخار کنار میرفتن و کاری به کار مردم ایران و دنیا نداشتن. آقای نادر گرامیان چون میدونست که دقیقاً این آقای فراستی عقب افتاده هست و هندیکپ هست و سفیه هست و احتیاج به ولایت فقیه داره، برداشت به طرفداری اوشون نوشته که سوربی جان شما که هنوز کنار نرفته اید، دارید چه برای این مردم قهرمان میکنید؟ بگویید شاد به جای آبدوخیار بیاییم سر سفره شما. اولا خیلی خوشحالم که این نشون میده که اینها منتظرن یه جایی یه چی پخش کنن، اینها برن سر سفره جدید و حتی به یار و به صاحبی که الان نون جلوشون میندازه اینها وفادار نیستن. این یک. دوما این ماجرایی که شما کنار رفته اید، احمق جون شما اگه فارسی هم بلد باشی، من کاری نبودم که کنار برم. چرا؟ بنده بدون حقوق سرباز وظیفه بودم، توی نیروی ویژه هوابرد مأمور حکومت نظامی بودم، وقتی که شاه ترسو، شاه دوز، شاه بی سواد شما در رفت و حکومت رو 2 دستی داد به این آخوندهای دوز، اگه میخوای بدونی من کجا بودم. ضمناً شما که اینجا مینسی مردم قهرمان، همون لیست رو برو بخون که همین خود شما پوفیوزا به این مردمان گفتید که ناشایسته و نمک نشناس. پس شما دروغگو هستید. افراد ساواک اگر دروغگو نبودن شاه و مملکت رو به این روز نمینداختن. اینم وبسایت یا فیسبوک آقا که چه عرض کنم، این الاغ خدمتکار نادر گرامیان، که اینا هیچ کدومشون هم حاضر نیستن بیان صحبت کنن، چون درست مثل شاه کم سواد، بی سواد و فقط بلدن تظاهر کنن و دروغ بگن. اینم از این ماجرا. کشتار مردم در نیست، خود شما خبرها رو دنبال میکنید بهتر از من، کودتا در ترکیه و شایعات اطراف اون، و اما کشتار پلیس در آمریکا به خاطر کشتاری که چند مدت پیش، یعنی 2-3 هفته پیش، اینقدر کشتار زیاد میشه که آدم فکر کنه این پارسال بوده. 2-3 هفته پیش در باتون روژ، این کلمه باتون همون یعنی کلمه چوب، استیک، روژ هم که همون وقتی میگفتیم روژ لب غلط بود، یعنی روژ یعنی سر قرمز به زبان فرانسه. در اصل این یه منطقه هست توی آمریکا که همون اسم فرانسوی رو نگه داشته، یه منطقه‌ایه که سیاه‌پوست نسبتاً زیاد داره، ولی مردم یه جای توریستی میرن اونجا خوش میگذرونن، مشروب میخورن اینها، ولی هر مصیبتی هم میاد اونجا یه بهره‌ای ازش دارن و دولت خیلی بهشون رسیدگی نمیکنه. 2-3 هفته پیش اونجا 2 تا پلیس یه مرد سیاه‌پوست رو که زیر دست و پای اینا بود از نزدیک شلیک کردن و کشتن. اونجا باعث شد این جنبشی که میگه زندگی سیاه‌پوستان ارزش داره و توجه کنید به اصطلاح شدت و حدت پیدا کنه، و این یه سازمان نیست، یه جنبشه. تفاوت جنبش با سازمان اینه، سازمان مثل مجاهدین شما یا عضو هستید یا رهبر هستید یا هوادار هستید و سلسله مراتب داره. یه عده‌شون فقط تظاهر میکنن که هوادار هستن و هی میگن خاک تو سرمون، اینا خاک تو سری ها هستن. یه سری عضو هستن که میبینید بدبختا 30 سال در صحرا نمیدونن دنبال چی هستن، مثل قوم یهود که گم شده بود دنبال موسی 40 سال سرگردان در این صحراها، که الان رو نقشه نشون میدن، میگن هر نادانی میتونست این رو تو 2 هفته پیدا کنه، از خورشید به اصطلاح صبح و شب، صبح روز از خورشید، شبم از قرار گرفتن ماه و اینها. ولی این آقای موسی که مهندسی بوده و آرشیتکتی بوده، این الان اینجا که دارید میبینید آقای اندرسون هست، اندرسون کوپر، و این خانم هم ملانیا ترامپ.
همسر بذارید بهتون اینجوری هم نشون بدم که ببینید امکانات ما رو دست کم نگیرید. همسر دونالد ترامپ، همسرای این واقعا دیدید که میگن اینجا ماشینش مثلا خونهش اینا هم همین جوری هن. اینا رو تقریبا که چه عرض کنم، حقیقتا اینها رو با پول با ثروت میخره، و الا یه خانم 30 و چند ساله 40 ساله نمیاد بشه زن یک مرد 70 ساله. اگر میگه من عاشق این شدم، یکی از بپرسه اگه این پول نداشت با این قیافه با این چک و پوزش تو عاشقش میشدی؟ دروغ میگن اینها. کسی که مدل بوده و تو عکسای لختیش و اینها هست، اینا عاشق شهرت و پول و اینها هستن، و با دونالد ترامپ هم شهرت داشته هم پول داشته، ازدواج کرده، و دونالد ترامپ تا حالا 3 تا از اینا رو عوض کرده. مثل ماشین که کهنه میشه میگه این حالا دیگه روغن سوزی افتاد یکی دیگه، و الی آخر کشتار پلیس. بعد از اون ماجرایی که اون جنبش بلک لایوز مادر رو نمیدونم ارزش قائل باشین اینها، یک شخصی که ارتشی هم بوده قبلا تو آمریکا، و همین دیروز هم که باز یکی دیگه 3 نفر کش، اینم ارتشی بوده، و وقتی میگیم که طرف به اصطلاح توی رشته توی قسمت ویژه بوده، اینها آدمای خیلی ازشون کار میکشن اینا، این بیچاره دیروزی که واقعا آدم باید به اینا بگیم بیچاره، چون کسی که روز تولد 29 سالگیش میره این لباسو میپوشه و میره که کسی رو بکشه، آدم بیچاره ایه. زنش رو طلاق داده، مشکل داشته، یا اون احمقی که با ماشین کامیون رفت زد اینا رو، پسر عموش میگه اولا این اصلا مذهبی نبوده، این نماز یه دفعه هم تو عمرش نخونده، زنش و بچه هاش رو آزار و اذیت میکرده، زنش طلاق داده، 3 تا بچه داره و بماند. در صورت یه سری 5 تا پلیس توی دالاس کشته شد، تلویزیون ها و اینها دعوا هست، یه سری میگن آقا بالاخره مثل بیلمار جمعه گفت که خب شما فکر میکردید تا کی میتونید هی مردم رو اینجوری بکشید؟ تلویزیون هم این روزا نشون میده، مردم همه ویدیو دارن، دوربین دارن، عکاسی به اصطلاح با تلفنشون، و این یکی به اصطلاح عصبی نشه و اونم بگه خب منم امروز میرم 4 تا رو میکشم، و این تا این حرف رو زد اونای دیگه حمله کردن، گفتن یعنی شما این کار رو تشویق میکنی؟ میگه نه آقا من تشویق نمیکنم، بهتون میگم احمقا خودتون باید میفهمیدید که این کار رو انجام ندید. دوستانی که کلمه احمق رو تا حالا نشنیدن و از این تلویزیون فقط میفهمن، کلمه احمق معنیش احترامه، درست همون جوری که مجاهدین به افراد مجاهد و دنیا میخواد بگه که کلمه مرحوم یعنی احترام، و میخواستن به آقای رجوی احترام بذارن گفتنش مرحوم، ما هم شما چون آدم های محترمی هستید اصلا توی خانوادتون توی محلتون توی مدرسه‌تون کلمه احمق رو نشنیدید، شاید هم چون احمق هستید نشنیدید، این کلمه احمق یعنی آدم های باهوش، آدم های با استعداد و آدم های محترم، اصلا ناراحت نشید. ما تو این تلویزیون به هیچ وجه حرف بد نمیزنیم، چون نمیخوایم شما ناراحت باشید. اتفاقا منوچهر یه جمله‌ای که نوشته، منوچهر جان من اصلا متوجه نشدم، حقیقت من فکر کردم چون تابستون هست شما رفتی مسافرت و خبری ازت نبود یکی 2 هفته، شما نوشتید که کمی رعایت افرادی که روی شما احساسی دارن بکنید. آقای صوربی سلام، مبلغ $10 برای ماه جویا ارسال می‌دارم که زحمت رفتن به بانک هم نداشته باشید، از این بابت واقعا ممنون و متشکرم. نمیدانم چرا عجولانه برای مسئله‌ای که میدانید از شما معذرت خواستم که لازم نبود، چه گویم؟ برقرار باشید منوچه. خدا من متوجه نشدم منوچه جان. در هر صورت اینم از این، برام توضیح بده، من یه آدمی هستم احتیاج به توضیح دارم و توضیح بدی خوشحال میشم، ولی شما راست میگی، ما ایرانی ها هنوز آقا به بچه خودت، به بچه خودت، به داداش خودت اگه یه چیزی رو به نظرت درست میرسه شما بهش بگی بهش بر میخور، قبول داری؟ دیگه شما پدر هستی، منم پدر و پدر بزرگ هستم، قبول داریم که به عزیزترینمون اگه یه چیزی رو میگیم بهش بر میخور،
میگه آقا دوست عزیز اینجوری رانندگی نکن. میگه آقا من صبح تا شب همینجوری رانندگی میکنم. بعد 10 دقیقه بعد میگه آقا 4 بار امروز قرار بود از جاده برم، آقا چیز بود نزدیک بود از جاده برم بیرون، یعنی رفته بیرون چون تصادف نکرده برگشته فکر میکنه نزدیک بوده از جاده بره بیرون، در حقیقت رفته بوده بیرون. من نمیدونم، خوشحال میشم که شما تماس بگیری، پیام بذاری، من پیام تو پخش کنم، بگی بابت چی آخه چندین مسئله پیش اومد، عذرخواهی کردیم و من گفتم آدمای بزرگ عذرخواهی میکنن، حالا شما میگی که عذرخواهی نباید میکردم. خب عذرخواهی شما رو ما برمیگردونیم، حتی اگه قراره یه نامه بنویسم آدرس تو نگه داشتم برات پست کنم عذرخواهی شما رو برگردونم، این کارو من تا حالا نکردم، نمیدونم دیگه عذرخواهی رو برگردوندن چیه. یه نفر میگه آقا من یه کار اشتباه کردم، اون میگه من عذرخواستم، اون میگه آقا عذرت قبول شد، منم روی ماهتو میبوسم، خدا نگهدار. ولی ما ایرانی ها کشش میدیم، اهم نداره، برای که دوستیم. همین که شما احتمالا از من ناراحتی ولی نشستی داری نگاه میکنی، یعنی به من لطف داری، دوست هستی. دوستان این تصویری که اینجا میاد و عوض میشه آیا خوبه؟ به جای اینکه همیشه قیافه عبوس من رو، این کلمه عبوس، عباس، اینا همه ناراحت اینجوری ببینید، یا یه نفر فقط نشسته باشه اینجوری صاف، یادم این آقای حسین سرشار اینجوری مینشست فقط نگاهی تو دوربین میکرد، فکر کنم چشمشم به هم نمیزد. یعنی میشد شما یه عکس ازش بگیری، اون عکس رو بذاری رو صفحه، این آقا بره دستشویی، بره خونه خرید کنه بیاد، شما متوجه نمیشدید که این آدمه یا عکس اینجوری. در صورت این خوبه یا این خوبه که اینم میبینید این پشت، یا شاید هم این عکس پشت خیلی شلوغ، این رو ساده تر کنیم برگردیم به اون استدیوی جهانی خودمون. خوبه اینجوری؟ این استدیو رو میلیون ها دلار پول دادن خرج کردن، ما اینجا ساختیم. بذارید ببینیم اشتون هم پیدا شد، این دوست ما اشتون، ما روزی که گفتیم به اصطلاح ماجرای پول و اینها، ایشون گفت آره میفهمم، بعد گفت حالا با هم صحبت کنیم، گفتم امروز وقت ندارم، یه شنبه صحبت کنیم. یه شنبه نیومد، گفت آقا 2 روز 3 روز من اسکایپو چک نکردم. خب اشکالی هم نداره، خود من اسکایپو تو روشن نکنم روی موبیلم و اینا نمیاد نوتیار. بعد که آمد گفت حالا میتونیم صحبت کنیم، گفتم نه عزیز من، من اون روز منتظر شما بودم، شما نیومدی، شما مهمون من بودی، من برات چلو کباب خریدم نیومدی، سرد شده دادم به گربه و سگا خوردن رفته، من مهمونیمو دادم شما نیومدی به هر دلیلی. درصد دوباره بیام، گفتم نه این دفعه اگه خواستی بیای باید چلو کبابم بخری بیاری، که ایشون هم رفت و خبری ازش نشد. اشکالی نداره، دوستان میان دوستان میرن، ما هستیم که اینجا باید صبور باشیم و تحمل کنیم، به قول این دوستمون منوچهر خان. این عکس رو هم اینجوری نمیدونم چجوری باید تمام این کارها رو دوستان این پروگرام انجام میده. اگه شما در به اصطلاح پخش برنامه و اینها کاری میکنید، میتونید این پروگرام رو داشته باشید. و ببینم چرا یکی از اینها نو رو نباید نشون بده. خب اوکی، ببینیم چی میشه، شاید من کلیک کردم با ماوس. در هر صورت دوستان، آقای هوشنگ خان ترسو، گفتم که نامه رو نوشته و نوشته شما، از شما یاد میگیرم، خیلی ممنون، متشکرم. منوچهر از بوستون ممنون، متشکرم. و اما مهمان امروز ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 31 دقیقه دیگه، این آقا یکی از اونایی بود که تو تلویزیونای ایرانی یونیک بود، نمونه بود. اولا دنبال این نبود که لهجهش رو عوض کنه، به اون لهجه محلی خودش، استان خودش افتخار میکرد. دومن میومد و یه چیزی رو اگر میدید اشکال داره، چی میگن اینجا، پالیتیکلی کورکت نمیکرد، رعایت نمیکرد، رعایت دوست و قریب و اینها رو نمیکرد، میومد میگفت. چندین سازمان رو که از مردم ایران سوء استفاده کرده بودن ایشون به صراحت توی برنامه هاش معرفی کرد. اتفاقا در رابطه با یه سازمانی هم میخوام ازش سوال کنم، خودش با وجودی که 75 سالش هست دنبال این کار خیر رو گرفته، میره میاد، وقتی هم برنامه تلویزیونی داشت ساعتها رانندگی میکرد تا بیاد اون برنامه رو با مدرک و سند اجرا کنه. الان دلیلی که امروز
12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 3 بعد از ظهر به وقت خودمون با ایشون تماس میگیرم، اینه که ازش سوال کنم که برنامه داره در تلویزیونی، نداره، ویدیو میتونه بسازه بفرسته برای ما پخش کنیم، اگه میخواد تلویزیون خودش رو من اصلا راه میندازم. دوستان اگه شما دیدید خوشتون اومد، یادتون اومد که ایشون کی هست، چه برنامه‌های خوبی داشت، باهاش تماس بگیرید، حمایتش کنید. اگه خواست این روزا با ماهی $450 شما میتونید تلویزیون 24 ساعته خودتون رو داشته باشید، یعنی همین چیزی که من اینجا دارم شما میتونید خودتون داشته باشید با یه دوربین، با یه کامپیوتر. اون ماهی $40,000، $60,000، $80,000 تموم شد رفت. شما میتونید مجانی روی فیسبوک، روی یوتیوب برنامه داشته باشید. این سرویسی که ما داریم خب دیگه مال خودتونه، توی کامپیوتر خودتونه، اختیارش دست خودتونه و الی آخر. این هم از این ماجرا، اون رو براتون میگم. و اما یه دوستی که الان هم در سفره، گوه آقا ما منطقه گرمی که زندگی میکردیم ول کردیم رفتیم دیدار خانواده، خانوادهمون در استرالیاست، اونجا الان زمستونه، اینجام که رسیدیم اینا رفتن سفر و ما سرما خوردیم، باز اینجا تو خونه تنها هستیم. خلاصه ایشون از من سوال کرده بود و با وجودی که به من گفته بود نظر خودم رو خصوصی میخواد بدونه، من فکر کردم این سوال خصوصی نیست، این سوال رو خیلی های دیگه هم از من میپرسن، حتی از خود من، و بهتر دربارش صحبت کنیم. بدونی که اسم ایشون رو ببرم میگم، ایشون گفته بود که درباره دوستانی که چه در تلویزیون مردم، چه در رادیو تلویزیون های دیگه، چه در نشریه ها و رسانه ها با مردم از طریق خوندن، نوشتن، صحبت کردن در تماس هستند و بیشتر راجع به گذشته صحبت میکنن، نظر شما چیه؟ دوستان میبینید چقدر تبلیغ نشون میدن؟ برای که اون برنامه رو میخواد به شما مجانی نشون بده اینقدر تبلیغ نشون میده، پولم ازتون گرفته که اینو تو خونتون سی ان ان دارید یا فاکس نیوز دارید یا اچ بی او دارید الی آخر. در صورت نوشته، یعنی ایمیل فرستاده بود که نظرت درباره اینهایی که درباره گذشته صحبت میکنن چیه؟ من بهش گفتم که چون موضوع خوبه اجازه بدید صحبت کنم، نظر دوستان بیننده‌رم بپرسم. خود من نظرم اینه که همیشه گفتم گذشته چراغ راه آینده است و این حرف حرف درستی است، ولی باز خودمون میگیم که گذشته در گذشته و نباید خودمون رو خیلی توی گذشته نگه داریم و باید ازش استفاده کنیم، راهنمامون باشه. بذارید ببینم این صفحه چرا باز نمیشه، اینه، بله، راهنمامون باشه ولی خودمون رو اونجا در جا نزنیم. بعد بهش گفتم حالا که میگی وجدانن یا خدایی، خود منم این اشکال رو دارم، با وجودی که هی به دیگران میگم که این What is the deal with side window on your image، این همون PIPه، picture in picture. یه دوستی گفتم اون روز پرویز به من گفته بود که اگه بشه یه برنامه رو بذاریم، مثلا فیسبوک رو، مثلا من اینجا میتونم اون صفحه فیسبوک رو و نوشته های فیسبوک رو اینجا بذارم، یعنی هی بیشتر و بیشتر با هم درگیر نباشیم، در رابطه باشیم. این ما کلمه رو اشتباه میکنیم، بعضی جاها میگیم برخورد افکار، بعضی جاها میگیم نمیدونم درگیر همدیگه، قرار نی باشیم، قرار با هم باشیم صحبت کنیم. در اصل سعید جان این هیچی نیست، این یه تسته و به علاوه چون امروز اولین روز کانونشن این ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها هست و میبینی الان پروتست، اینایی که دارن تظاهر میکنن، تظاهرات را انداختن و ماجرای خیلی پیچیده ای شده توی ایالت اوهایو و کلیولند، میگه شما میتونی اسلحه رو بندازی دور گردنت، بذاری رو ماشینت، بذاری رو، ولی مردم ببینن که تو اسلحه داری. میدونید مثل اون وقتا توی فیلم های وسترن اسلحه یا بغل اسبش بود یا بغل کمرش بود، شما میدیدی که این اسلحه داره و چون اسلحه داره پاتو از گلیم دراز نمی کردی یا زبونت رو بی خود نمی چرخوندی، چون میدونستی عصبانی میشه تقلی میزنه شما رو. البته من شنیدم اینجورم نبوده به این شدت و حدتی که تو فیلم های وسترن نشون میدن، اینجوری بی در دروازه و غرب وحشی وحشی نبوده، ولی توی کلیولند اوهایو این قانون هست. حالا فرماندار اوهایو
و شهردار کلیولند، شهردار دموکرات، فریباندارش ریپابلیک اگه اشتباه نکنم، در اصل اینا مهم نیست، مهم اینه که اینا توش موندن، چیزی رو که قانون اساسی به من حق میده که اینها نمیتونن از من بگیرن. پس نمیتونن بگن حالا این دو روز شما اسلحه با خودت نیار، چون قانون اساسی 240 سال پیش به من حق داده که اسلحه با خودم بیارم، که اگه یه کسی که اسلحه رو قایم کرده در آورد خواست منو بزنه، شما رو بزنه، منم قشنگ اسلحه رو بکشم شلیک کنم. موندن توش که چه کار کنم؟ بله، جاهای خصوصی، رستوران، این ور اون ور، مینسه شما حق نداری به اصطلاح اسلحه بیاری اینجا، که خیلی ها دنبال این هستن که یه رستورانایی درست بشه، باز بشه، که به اجازه بده تو اونم شما اسلحه ببری، چون یه جایی طرف نشسته بود با زن و بچه داشتن شام نهار میخوردن، یه نفر آمده بود گفته بود همه کیفاتون و پولاتون و جواهراتون رو بریزید تو این، بعد یه خانمی از تو کیفش اسلحه در آورد شلیک کرد. با وجودی که خانم اجازه داشت اسلحه داشته باشه، خود منم اجازه دارم اسلحه داشته باشم، ولی اجازه نداشت اسلحهشو تو رستوران ببره، که اینم خیلی مسخره است. یعنی من اگه میرم یه رستورانی یه جایی، باید ماشینم اسلحه رو بذارم تو ماشینم برم تو رستوران. خب اگه یه دزدی ماشین منو برد، اسلحه من برده، بعد اگه من رفتم تو رستوران یه دزدی اومد اونجا اینو زد کش اونو زد کش، منم بهش بگم وایسا من برم ماشین اسلحه‌مو بردارم بیا. یعنی یه قانونی گذاشتن توش موندن واقعا بنبست داره میخوره. این ماجرای دموکراسی الان شما ببینید، وایت هاوس ایز فور سیل، یعنی وایت هاوس رو میخوان بفروشن، اجاره بدن به اون کسی که بیشتر پول میده. وایت هاوسی که قرار هست منزل و خانه مردم باشه، مردم آمریکا، ولی این رو اون کسی که بیشتر پول داره، بیشتر پول خرج تبلیغات میکنه، میره داخل. اون بیچاره ای که مثل برنی سندرز میاد میگه نفری 3 دلار بدید، نفری 5 دلار بدید، نفری 27 دلار بدید، آخرش هم در سن 70 خورده ای میگه آقا نمیشه، سیستم خرابه، میگه آقا بیان رای بدید اقلا به هیلری، که به اون دیوانه رای ندید. در صورتی که هیلری از اون بدتره، یعنی دستی به هم برارن فرقی به هم ندارن، سگ زرد برادر شقا. اینو به خاطر این داریم نشون میدیم. سعید جان ببینم باز دیگه چی نوشتی. و اینجا بله، یه دوستی هم پیام گذاشته، آها اینو میدونم که هست، میخوای بیارمش روی صورت خودم، بیا اینجا میارمش اینجا، خوبه اینجوری. اینم بد نیست. خب والا این پروگراما اون وقتا باور کنید، الان خسرو رنجبر اگه بشناسید میتونید از این سوال کنید. خسرو بود، افشین بود، داریوش بود، چندین نفر دیگه آمدند و رفتند و اینها، 14-15 تا از این جوونا تو اتاق کنترل، که باز ایرانی ها به اشتباه بهش میگن اتاق فرمان، شاید هم اتاق فرمان درست باشه، چون از اونجا کارگردان بعض وقتا فرمان میده، ولی آمریکایی ها میگن کنترل رو، چون اینجا شاید نمیخوان بهتون بگن که ما بهتون فرمان میدیم، شاید میخوان بگن ما کنترلتون میکنیم، یا شاید میگن ما اینا رو کنترل میکنیم و اینا دست ماست، تا اگه حرف بزنی هر کدومش خواستیم قطع میکنیم. در هر صورت الان همه اینها رو من میتونم با یک ماوس، این ماوس با یه ماوس کوچولو، موشک، موشواره انجام بدم یه نفره. و بهتون گفتم چند مدت پیش که از دوستانی که تو این تلویزیونای آقای مهندس از اتاق عمل بریم عکس فلان اینا، باور نمیکرد تا من بهش گفتم آقا وایس من با دوربین بهت نشون بدم، بفرما دوربین این تلفن بهش میگن فیس تایم، نشونش دادم گفتم ببین هیچ که اینجا نیست، خود من هستم، اینم برنامه الان نشون میدم تا برو تو اتاقت نگاه کن. در هر صورت این مسئله در رابطه با این پروگرام خوب و جالبیه که نمایندگی فروش این پروگرام رو در ویرجینیا من دارم و مشتری ها فقط آمریکایی ها هستن. ایرانی ها تا بهش میگی میگه آقا چیزش نداری، دوزیش نداری، میگم نه آقا من نمایندگی فروشم، دوزیش بهت بفروشم. بعد میگه که حالا بذار ببینم این پسر خواهر من، مثلا پسر برادر من، شوهر خواهر من، اینا این خیلی خوب وارده، اینا رو دوزیشو پیدا میکنه، بعد دیگه میره خبرش نمیشه رفته دوزیشو پیدا کرده. در صورت نمیدونم چی بگم سعید جان. خب نظر خودم رو گفتم. بله نظر من اینه که باید گذشته رو، خود شما اون عکسی که فرستادید از اون آقایی که تو رادیو تلویزیون کار میکردی، که من هنوز نفهمیدم اون آخونده
که صورتک گذاشته یا ماسک گذاشته اون شما هستی، چون من اون آقا رم قیافش به نظرم آشنا میمد ولی حقیقتا توی تلویزیون شیراز شاید من ندیدم اونو و خیلی مموریم به اصطلاح کمکم نکرد. چی داشتم میگفتم؟ خب و اما آقای عباس سعیدی، گفتم هم پیامتون رو گرفتم هم حمایتتون رو دریافت کردم از تلویزیون مردم و اگه بخوای امروز ساعت 4 بعد از ظهر میتونیم از 4 تا 4 و نیم حتی از 4 تا 5 برنامه خود شما باشه، عین برنامه آقای یزدان خدابندلو، به اسم خودتون روی یوتیوب بذارم، لینکشو برات بفرستم، لینکشو برای دوستات بفرستی، روی فیسبوک تبلیغ کنیم. و نمیدونم، شماها باید اول با خودتون خلوت کنید، تصمیم بگیرید. امروز یه دوستی برای من یه چیزی فرستاده بود، گفتم آهان آقا شما رو میشناسم، شما چند مدت قبل گفتی من میخوام یه مقاله بذارم و ویدیو و اینها. گفتم بله شما ما میذاریم، شما هم لطف کن حمایت کن این بلنگو، باتریاشو نو کن که بتونه داد بزنه. رفتی پیدا نشد. گفت آره دو ماه برادرم مریضه، چون اون مریضه منم اعصابم خرد شده و اینها، و تصمیم گرفتم فقط به همون فیسبوک خودم قناعت کنم. ولی اینقدر ما بلد نیستیم از لحاظ بیزینسی احترام بذاریم به طرف، بگیم که مثلا پیشنهاد شما پیشنهاد خوبیه ولی توی این زمان من برادرم مریضه، توی این زمان من وضع مالیم خوب نیست. آقا من به این شرکت‌های آمریکایی و روسی و اینها، این مال یه آقای روسیه که اومده تو آمریکا شرکت زده به نام میر کورپوریشن، میر کورپ، اینها حتی مسافر میبرن ایران، مسافر کشورهای دیگه میبرن. و زنگ زدم با خانمه صحبت کردم، خانمه گفت که خیلی هم خوب و برای ما هم این بسته رو فرستاد، شما هم میتونید مجانی این بسته رو ازشون بخواید، براتون میفرسته 6-7 دلار هم پول پستش داده بنده خدا فرستاده. و آمریکایی‌ها اونایی که درس بیزینس رو خوندن اینجوری صحبت میکنه، میگه که من بودجه آگهی امسال رو خرج کردم و سال آینده در میتینگی که داریم صحبت میکنیم، اسم شما رو هم الان مینویسم میذارم، میگم تلویزیون مردم سوربی از واشنگتن یه چنین پیشنهادی کرده و اگر بورد آف دیرکتور چی میشه، هیئت امنا، اون روز دنبالش میگشتم پیداش نکردم، اونها تایید کردن، چرا که نه، ما میایم با تلویزیون شما هم آگهی میدیم. ضمناً ما دنبال یه بازاریاب میگردیم، بارها گفتیم احتیاج نیست ماشین داشته باشید، احتیاج نیست حتی انگلیسی بلد باشید، میتونید مثلا تو قسمت فارسی با تلفن زنگ بزنید یا با ایمیل باشون تماس بگیرید، هر آگهی دکتری چیزی که دیدید. من اتفاقا بارها گفتم این یلو پیج ایرانیان در هر منطقه‌ای که باشید میتونید وردارید، این یلو پیج 2015 است 2016 اونجا، اینو وردارید صفحه به صفحه، چون اونایی که آگهی دادن معمولا برای آگهی دادن دوباره بهترن تا اونی که شما به اصطلاح بخوای بری قانعش کنی که آقا آگهی خوبه. اگه آگهی بد بود اینقدر مثل تلویزیونای سی ان ان و اینا آگهی تو چی میگن حلق ما نمیکردن. در اصل اگه کسی وقت داره، بیکاره و ساعت معینی هم نداره، شما مثلا توی کالیفرنیا هستی، صبح ساعت 9 که از خواب بلند میشی میشی 12 ظهر ما، یه ساعتی هم صبحونه و نهار میشی یکی بعد از ظهر، شروع کن زنگ بزن به این ور و ور 4 نفر 5 نفر و اگر کسی بیاد مشتری تلویزیون مردم بشه، اینجوری نیست که شما فقط یه بار کمیشن بگیری. توی کار بیمه من این رو یاد گرفتم، بهش میگن بوک آف بیزینس، به طور خلاصه هم بهش میگن باب، بوک آف بیزینس، این میشه بوک آف بیزینس شما و میاد تو حساب شما. یعنی تا مادامی که این آقای دکتر اینجا ماهی 200 دلار ماهی 1000 دلار تبلیغ میده، کمیسیون شما میاد. خدایی نکرده خودت هم که فوت کردی، اون کمیشن تا موقعی که اون باشه میدیم به زنت، به بچهت، به انجمن خیریه‌ای که شما میخواد. دیگه چی بگیم والا؟ در صورت این تفاوت ما ایرانی هاست با آمریکایی ها، با کشورهای دیگه. بارها شنیدیم که میگه که چرا اونا تونستن ما نتونستیم. شما ببینید این یه میشه گفت آژانس مسافرتیه و چه عکسایی، چه کاتالوگی درست کرده، چند صفحه، مثل یک کتاب، مثل یک مجله. و اینو امروز به دستم رسید، باز هم ممنون و متشکر. صحبت میکنیم
اگر شما هم این بله ببینید 2013 یلو پیج، 2016، 2015، ما حتی اینا رو دور نمیریزیم، اول ازش استفاده میکنیم، دوم میذاریم زیر دستگاه ها، یه چیزی اگه صدا میده برای که روی میز مستقیما نباشه، یا یه تیک پلاستیک میذارید یا این کاغذ و کتاب که بذارید، چون اینا صفحه صفحه هست معمولا صدا رو خفه میکنه، لرزش وایبریشن اینها رو خفه میکنه. خب اینم از این. فکر کنم کادر صفحه تلویزیون درست نیست، در صفحه کادر خاکستری هست. عزیز دلم این خاکستری اینه، اینی که شما میگی اون درسته، من کارم خرابه، دلیلش اینه که اون خالی هست که مثلا ما بنویسیم امروز فلان اتفاق میفته و تیکر اون زیر رد کنیم. ما حوصله این که بنویسیم آقا منوچهر 10 دلار داد، هوشنگ 100 دلار داد، اون 20 دلار داد نداریم. ما حوصله این که به مردم پوش بیاریم، فشار بیاریم، شاید بعدا این کارو کردیم، الان نداریم. ما از همین اگر اشتباهی این روشن بشه، آقای علی جان خیلی پیشرویا مثل ما عقب افتاده باش، چون اونایی که پیشروان زجر میکشن، اون عقب افتاده لذت میبره از زندگی. طرف رفت دکتر روانشناس، گفت توی خانواده شما کسی هست که ناراحتی اعصاب، ناراحتی مغز داشته باشه و از ناراحتی اعصاب رنج ببره؟ گفت نه آقای دکتر، همشون دارن ولی لذت میبرن. این علی عزیز اگه هستی، هنوز هستی، بله، میگه که بیچاره علی پیشو که گرفتار عقل شد، خوشبخت سربی که خر آمد الاغ رفت. این شعر تبلیغ یا اسلوگن توفیق بود. همیشه اونایی که میفهمن بیشتر رنج میبرن. اون آقای احمقی که نشونتون دادم، اون نادر که میاد طرفداری از ساواکی میکنه، خب ساواکی که احتیاج داشته باشه به یه عقب افتاده مثل تو به عنوان شعبون بی مخ چماق به دست دنبال سرش را بره، معلومه که اون ساواکی رو باید بذارن لای جرز، کاش که یه دیوار چینی میساختن دوباره، میدونید لای دیوار چین اینایی که میمردن همونجا میذاشتن، حوصله خاک کردن و سوزوندن و اینا نداشتن. اینم از این. آنتونیو ساباتا نمیدونم جونیور هم تو این برنامه ها شرکت میکنه، برنامه ریپابلیکن ها، این داره خبرها رو نشون میده. الان میگه لایو اپدیت آن باتون روژ. این باتون همون کلمه باتونیه که تو ایران میگفتیم، این باتون چوب دستی هرچی استیک، این کلمه ما قربونش برم هر کلمه رو از یه جایی یاد گرفتیم، درشکه و کالسکه و نمیدونم سماور از روسیه اومده بود، کلمه های فرانسوی. آقای دکتر نصر احمدی میگه 7000 تا کلمه فرانسوی داریم و اشکالی هم نداره. اشکالش اینجاست که الان یه سری عقب افتاده هی میان میگن پارسی را پارس بداریم و بریم درست مثل این عکسای روی تخت جمشید صحبت کنیم، و چون صحبت بلد نیستیم با علامت و با نقاشی و اینها بگون من ایران را ساختم، من در ایران آب روان داشتم، مثل بچه های کلاس پنجمی، بابا آب داد، نامام نمیدونم سارا از مدرسه آمد، اینجوری صحبت کنیم. اینی که اینجوری به این روانی و به این خوبی صحبت میکنیم برای اینکه از هر جایی لغت آوردیم، کامپیوتر از اینجا آوردیم، نمیدونم لامپ از اونجا آوردیم، هر چیزی رو آوردیم ازش استفاده میکنیم. و اینی که باز خارجیایی که زبون ما رو میشنون میگن که چه زبان شیرینی دارید و به نظر آشنا میاد، برای اینکه دانسته یا ندانسته صحبتای خودشون داخلشه، کلمه های خودشون داخلش هست. خب نامه منوچهر رو بذارم این، و منوچهر جان آدرس رو نگه میدارم که اگر قرار باشه عذرخواهی تو پس بفرستم، پس میفرستم، چیکار کنم، ما دیگه برای دوستان خیلی ارزش قائلیم. خب فرد عزیز، این فرد هم یه مدتی برنامه داشت تو تلویزیون مردم، کارش هم درست بود، ولی اینم بنده خدا اینجا خب مجبوریم دیگه هممون کار کنیم، و کار کردن با تلویزیون یک دیسیپلین، یک خودت باید بشی چی میگم فرمانده خودت، به خودت غور بزنی، بگی آقا من اگه گفتم شنبه ساعت 3 میشینم یه ویدیوی درست میکنم برای سوربی، اینو باید درست کنم بفرستم. فرد جان، این فرد همون فرزاد خودمونه، فرزاد یزدانی عزیز،
من سالها افتخار آشنایی و همکاری با ایشون رو داشتم و از این بابت خیلی خوشحالم. و شما این روزا میتونی توی ماشینم که نشستی، توی آفیسم که نشستی، با تلفن دستی ویدیو درست کنی و پخش کنی. دوستان بذارید براتون بگم که چه چیزایی هست. اینا رو میبینید، اینا رو معمولا میخرید، قاب عکس میذارید روش، اینجوری میذارید رو تاخچه. الان شما میتونید یه دونه از اینا بخرید تو این فروشگاه یه دلار دو دلار، بذارید تلفنتون رو بذارید روش، قشنگ بیارینش بالا در سطح خودتون و من براتون بهتون نشون میدم که چجوری با تلفنتون ویدیو بسازید 10 دقیقه ربع ساعت. کیفیتش از این دوربینی که من دارم 4000 دلار یه زمانی پولش رو دادم بهتره. چرا؟ فول اچ دی 1080 بای چقدر 900 سامتینگ، در صورت که اینا 720. در صورت هر کدوم از شما مخصوصا آقای یزدانی اگه خواستید، چون یزدانی روی فیسبوکش اگه برید نگاه کنید چیزایی رو که مینویسه، مطالبی رو که مینویسه، از یک چی میتونیم بگیم اعتدالی، از یک بالانسی برخوردار هست. این رو این روزا نمیشه همه جا پیدا کرد. مطمئنم آقای یزدانی اگه بخواد درباره ظلمی که به سیاها میشه صحبت کنه، هم معتقد به سیاها ظلم میشه، همون موقع میگه آقا این سیاها هم به هم دیگه ظلم میکنن، هم به پلیس ظلم کردن. آقا شما که رفتی این پلیس رو زدی کشتی روز 29 سالگرد خودت، خب این بیچاره خونوادهش خودش. من اتفاقا دیروز بود داشتم یه جایی صحبت میکردم، گفتم که فکرشو بکنید حالا که این بلک لایف مادر نمیدونم درست شده، یک میدونید پلیس هم یونیون اینا دارن دیگه، اینا بیان بگن آقا ما اومدیم اسلحه دادن دستمون که مواظب باشیم، حالا اگه خودمون نمیتونیم از خودمون مواظبت کنیم، نخواستم آقا این اسلحه من، اینم بج یا اون علامت پلیسی، من نمیام سر کار، میرم آقا رانندگی اوبر میکنم، میرم پیتزا دلیوری میکنم. خب وقت فکرشو کردیم شهر به چه روزی میفته، پس ما باید قدر اینا رو بدونیم. اگه تو یک ظرف تو یک قوطی میوه، باکس میوه، اگه 30 تا پرتقال یکیش له شده خراب شده، همه این پرتقال ها رو که ما نمیریزیم دور. حتی اگه اونی که خراب شده خرابیش روی یه دو تا پرتقال بغلی آمده باشه، اونا رو هم داشته باشه خراب کنه، اونا رو برمیداریم میشوریم میاریم درستش میکنیم. این باید این شستن و برداشتن انجام بشه توی اداره پلیس. میگن ما بودجه نداریم. آقا شما بودجه نداری 1000 دلار خرج یه پلیس کنی، بعد 6 میلیون دلار، میلیون میشه 1000 هزار، 6 میلیون دلار، 6 هزار تا 1000 دلار شما میدید به یه خانواده ای که زدید بچه‌شو یا به حق یا به ناحق کشتید. فکر نمی‌کنم به حق وجود داشته باشه، هیچ کشتنی به حق نیست، چه اونی که میزنه سیاه رو میکشه، چه اون سیاه یا سفیدی که پلیس رو میکشه، اینا هر دوش ناحقه. ولی این وسط یه عواملی جمع شده دست به دست هم داده، اینجا میگن تریگر، یعنی اصلا تریگر ماشه این عصبانیت این رو چیز کرده و این مثل یک اسلحه، مثل یک تیری در رفته و زندگی اون بیچاره رو تموم کرده. 3 تا کشته اینجا، 5 تا کشته اونجا، چند تا زخمی اونجا. هنوز اوباما از مراسم مموریال اینها که اون جورج بوش احمق دیوونه بازی در آورد، مثل اینکه نشه بود میرقصید و اینها، نیومده، باید بره برای اینها درابط یکی دو روز دیگه. و گفت من توی این مدتی که بودم 11 تا از این ماسکیلینگ یعنی یه چیزی که دست جمعیه، مثلا شما ایمیل برای 100 تا که میفرستید میشه ماس ایمیل، بعد میگه آقا یعنی چی. ولی همین اوباما یا اونایی که تو دفترش هستن به عقلشون نرسیده آقا بیا یه هفته رو هفته صلح و دوستی اعلام کن. هر کی به حکیم، شما تو مسجد و اینها دیدید وقتی نماز تموم میشه میگه به بغل دستیاتون دست بدید، طرف بغل دستی دست میده، به اینوری هم دست میده. خب آقا این کارو بکن، بگو تو بانک میری، تو گستیشن میری، به هم دیگه سلام کنید، هیهوی بگید. والا من تو آلمان که بودم 30 سال پیش، از بس اینا هی میگفتن کونتاک 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 گوتن تاگ، ما دیگه زبانمون خسته میشد جواب بدیم. الان از بین رفته. الان اگه به یه کسی بگی های، فکر میکنه تو دیوانه هستی. خب بذارید ببینم این دوستمون
بله 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 این مهمانی که میخوام، بله امیدواریم این مبلغ ناچیز بتواند بار کوچکی را از دوش سازمان شما بردارد و کار کمک به پناهندگان در اروپا را برای دست در دست هم دهیم، به هم مهر و میهن خیش را کنیم آزاد، پاینده ایران، بنیاد نیرکوکاری. اینو صحبت میکنیم. ممنونم که اینو فرستاد دوستمون. و دوستان 5 دقیقه دیگه شما رو میبرم به کالیفرنیا و این هیچ چیزی نیست جز قدرت دین، اونم دین اسلام که گفت زمانی در غرب یه صدایی بلند میشه در شرق شنیده میشه. من نمیدونم والا این پدر سوخته ها مثل که همشون از کرات دیگه آمده بودن، اینکه دور سرشون نور بوده، اینکه همشون میرفتن بالای کوه، اینکه همشون نمیدونم بی سواد بودن، شبان بودن، چوپان بودن و یه چیزایی گفتن که تونستن یه دفعه 1400 سال پیش این همه آدم رو جمع کنن، نصف دنیا رو کانکور برن بگیرن. یه چیزایی گفتن که 2000 سال پیش تونست این همه آدم رو جمع کنه دور خودش مسیح. یه چیزی گفته بودا که آقا زن و زندگیشو ول میکنه، زن جوان و بچه جوانش ول میکنه، میره میگه من میخوام ببینم باید چه کار کنم، بعد یه دفعه اینقدر طرفدار داره. در هر صورت نمیدونم چه باید کرد و چه باید گفت. منتظر آقای سعیدی بودم که به هم بگه امروز ساعت 4 میخواد برنامه داشته باشه، بعد هنوز من و شما توافق نکردیم 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت برنامه شما میخواد فقط این باشه، دوب مثل آقای مینوی. برنامه آقای مینوی رو نگاه کنید، خود ایشون من اینجا نشستم ولی با آقای مینوی میگم آقای مینوی هر وقت خواستید شروع کن. آقای مینوی هم از بس لطف داره میگه من وقتی حاضر شدم اینجوری با سلام ارتشی اینجوری که میکنم یعنی بعدش حرف میزنم، اینجوری میکنه 2 ثانیه بعدش صحبت میکنه، من اون موقع وصلش میکنم. ولی یکی مثل آقای یزدان خداوندلو میگه من در این مورد میخوام صحبت کنم، مقاله رو میفرسه یا تاپیکا رو میفرسه یا کانون آوا. اینا رو نگاه کنید بگید من مثل این میخوام. یعنی این رستوران هست که شما میری منیو میگیری میگی من یه چلو کباب مثل این میخوام، بهت میگه اگه سلطانیه 30 دلار، اگه کوبیده است نمیدونم 15 دلار، 10 دلار، قیمتا رو زیاد نگیم این چلو کبابیام گرونش کنم. خب این از این، این رو هم من بیارم اینجا که صدای مهمان عزیزمونم برای شما خوب شنیده بشه، فکر دوستان چیزم باشم، فیسبوک اینم یه بلنگو هم آوردم گذاشتم اینجا. و بعد که صحبت کردیم دوستان به من بگید که صدای این شخص کیه، یادتون میاد ایشون رو یا یادتون نیست. خب بذارید ما هنوز به پرونده‌های زنده خودمون نرفتیم و واقعا این روزا دیگه بعض وقتا یادم میره اصلا به اونها سر بزنم. ببینم که بله این دوستمون دوباره یک عکس دیگه ای فرستاده، ممنونم که همین مال این بنیاد هست. اگه امروز خواستن راجع به این بنیاد صحبت کنن اون وقت من این عکس ها رو هم نشون میدم که ایشون میخواد بگه که بابا ایشون رفته داخل این بنیاد، رفته باهاشون کار کرده. اونایی که میگید نمک خوردید نمک دون نشکنید، احمقا، پوفیوزها، باید اتفاقا اون کسی که رفته نمک خورده به قول شما حالا داره نمک دون رو میشکنه بیشتر بیاریم ازشون استفاده کنیم. اول برنامه توضیح دادم اگه کسی تا حالا احمق نشنیده چه تو تلویزیونا چه از پدر مادرش، احمق یعنی باشعورها، دوستان فرهیخته. شما هر جا دیدید نوشته دوستان فرهیخته بدونید منظورش دوستان احمق بوده. چی بهتون بگم آخه؟ تا کی میخواین دروغ بگید به هم؟ اون روز من یه بحثی رو شروع کردم، گفتم تلویزیون‌های ایرانی نتونستن به مردم ایران و بیننده‌های خودشون بگن که آقا توی ایران تلویزیون دولتی بود، شاه هر آشغالی میخواست میگفت ما میگفتیم، حالا شیخ هر آشغالی میخواد میگه ما میگیم، ما هیچی نبودیم، ما بلنگوی دست اونها بودیم. تلویزیون‌های آمریکا که ایرانی‌ها درست کردن تلویزیون‌های خصوصیه. اشتباه کردیم به شماها گفتیم این تلویزیون خودمونیه، خصوصی رو بلد نبودیم، احمق بودیم، فرهیخته بودیم، گفتیم خودمونیه. این احمق و فرهیخته من یاد این یه فرزاد فرامرز یگانه میندازه، اینم از اونایی که میدونی هرچی کم سوادتر باشی دوست داری کلمات قلمبه و سلمبه بیشتر استفاده کنی تا به مردم به دروغ بگی من باسوادم. شاه همین کارو میکرد.
این فرامرزه فرزاد، اینجا نشستی، من هم میگم فرزاد، این فرامرز یگانه یه روز برنامه داشت تلویزیون امید و امیدوار ایتو و گفت که سلحشوران خونخوار، یه چیزی اینجوری، سلحشوران خدای یادم رفته، گفتم بابا این اصلا معنیش روبروی همه چی میگن زبون لکنه افتادم. برم آقا سراغ مهمونمون، منتظرمون هست، ببینم که چه باید کرد و مطمئنم خیلی از شما دوستان از دیدن ایشون خوشحال میشید. ایشون هم تقریبا مثل خود من حد وسط نداشت، یا دوستان از ایشون متنفر بودن یا خوششون میومد. Either they you love him or hate him. خب بذار ببینم عکسش هم بیارم اینجا. درود بر آقای سربی عزیز. خب دوستان همین ببینید، همین جمله رو که گفت خودش رو معرفی کرد. چرا؟ براتون توضیح دادم، وقتی من با تلویزیون ایرانی آشنا شدم دیدم یه نفر خجالت نمیکشه که بچه مشهده، تلفظش اینجوری، اکسنت لهجهش اینجوریه، افتخار میکنه. بعد دیدم یه نفر آمده هی به همه نمیگه قربونت برم، صدقت برم، میاد میگه آقا این کارو شما اینجا بد کاری انجام دادی یا این کارو دزدی کردی، دستشو باز میکنه. حتی پریروزا که با ایشون صحبت میکردم خود ایشون گفت آقا ببینید عکسش هم ماشاءالله اون بالا سیبیلش هم معروف بود. شناخت دوستان چرا زنیم؟ اتفاقا برنامه‌ای باید ایشون بذاره چرا زنین نباشیم یا چرا نازنین، که همون البته نازنینش مثل اسم دختران ننویسیم. من ساکت میشم، میدونم که خیلی از شماها مدت ها منتظر بودید که آقای محسن نادری نژاد، آقای نادری نژاد من آخرین باری که شما رو دیدم توی بالتیمور بود، تنها کسیه که خودش بلند میشه از اینجا، از کالیفرنیا میاد بالتیمور، از کالیفرنیا بلند میشه میره ترکیه، 30 ساعت تو راه و تو فرودگاه و تو پروازه. همون شبی که ترکیه کشت و کشتار شد این بنده خدا تو فرودگاه بوده و چه کار میکنه دوستان؟ نمیره هی سنگای بزرگ برداره مثل حقا بخواد نمیدونم با کشتی که وجود نداره بره تهران، یا مثل آقای فولادوند هواپیمایی که رو میزش بود میگفت سوار این هواپیما میشیم میریم، که یعنی خودش یه جوری میگه خب بیننده اگه شما عاقل باشید سوار این هواپیما که نمیشه برید، من دارم دروغتون میگم. چه کار میکنه؟ به اندازه‌ای که میتونه اون سنگ رو برمی‌داره. بیش از این صحبت نمی‌کنم. محسن نادری نژاد کی هست؟ چگونه برنامه‌های تلویزیونیش رو اینجا شروع کرد؟ من قبلش ایشون رو نمی‌شناختم. یه مقداری صحبت کنید بعد میارید ما رو سال 2016 که محسن 75 ساله شده ولی هنوز پر انرژی میره ترکیه دنبال کار پناهنده ها. این شما محسن جان و این هم شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر دنیا. بفرمایید. درود بر شما آقای سربی. ممنونم. ما باید سوالی بکنین، چی سوالی داریم من جواب میدم، هر سوالی که دوست داریم میتونین درباره خود من، زندگی من، کارام میتونین بپرسید. دوستان تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. از بعضی ها درخواست میکنم بیان مصاحبه، میگی میخوای چی بپرسی؟ براش مینویسم آقا میخوام راجع به این، آقا این سوالو نکنی یا اون سوالو نکنی یا. ببینید این آقا اومده میگه هر سوالی میخوای بکنی بپرس و من جواب میدم. دوستان هر سوالی دارید از آقای نادری نژاد، چه در حین برنامه زنده، میدونید رو فیسبوک هستیم، روی مردم تیوی هستیم، چه موقعی که این برنامه به صورت بازپخشه، حتما با تلفنمون با ایمیلمون تماس بگیرید، من اینها رو برای ایشون میفرستم و ایشون در مورد صحبت میکنه. آقای نادری نژاد از خودت یک کم برامون بگو، نادری نژاد کیه؟ چگونه تو رسانه‌های ایرانی پیدا شده؟ و من نمیدونم، شاید هم از بیراهه از راه خاکی اومدم. آخه دلیلش میدونی چی شد آقای سربی؟ بگو. من ببینین، ما تمام بدبختیامون که امروز هممون در بدریم، انرژیمون که این مملکت داره مصرف میده بدونی که باید انرژی تو ایران مصرف میشد، در اصل همین دروغ گفتن و چاخان کردن و قربون سروی همدیگه رفتن هست. من وقتی آمدم اورنج لس آنجلس، خب من کارم این بود که یه دفتر زدم کار ویدیو عکس و عروسی میرفتم، برمسا میرفتم، کنسرت میرفتم، تا این گیدم که این کنسرت هایی که من میرفتم تو لس آنجلس ویدیو میگرفتم، اون موقع هنوز کجی نیومده بود،
مثلا کنسرت ها تقریبا دست من بود توی لس آنجلس، ولی من میرفتم اونجا میدم که خوبی کنسرت گذارا وقتی که تماشاچی میاد اولا توی آگیاشون اعلام کنه که مثلا درها ساعت 8 باز میشه، ساعت 9 خواننده رو استیج. من میدیدم توی اول که رفتم خوب زیاد وارد میدم، ولی کم کم میدم مثلا ساعت 10 و نیم شده هنوز خواننده اصلا نیومده هنوز از خونش. خب بعد میدیدم که ببینید وقتی شما یه جای میری یه چیز رو میخری بهت سرویس میدن، این مملکت سرویس میدن به آدم. شما وقتی میری یه کنسرتی بلیت میخری میری اونجا باید بهت سرویس بدن، باید ازت نگهداری کنن اتفاق نیفته، بهت خوش بگذره، این مهمه که با خاطر خوب از اونجا بیاد. من میدم یه کنسرتی که من برم فیلم برداری میکنم، میدم یا توش دعوا میشه به علت نیومدن خواننده، بیومدن اعصابا خراب میشه و خیلی مسائل دیگه. ولی فردا میدونم که هیچ تلویزیونی، موقع هنوز تلویزیون محلی بود، دو سه تا تلویزیون بود، هیچی درباره این قضیه صحبت نمی کنن. بعد متوجه شدم خب چون اینا آگهی میگیرن از این کنسرت‌گذار به خاطری که دفعه دیگه بهشون آگهی بده سکوت میکردن. خب این سکوت کردن یعنی چی؟ یعنی شما داری به مردم خیانت میکنی. تلویزیون و رسانه باید در خدمت مردم باشه، نه مردم در خدمت رسانه همگانی. برای این بود که من بعد از مدت ها دیم مثلا دعوا می شد خیلی، چونم وقتی می آمدن تماشاچی می آمد تو کنسرت، اصلا اون کنسرت گذار دیگه فقط پولاری گرفته بود دیگه، معذرت خواهم معذرت با این گوسفند بر می کرد، اصلا نه مسئولیتی نه چی. این باعث شد یه روز من تصمیم گرفتم گفتم من خودم تلویزیون می زنم و تلویزیون چرازدنی رو زدم و از روز اولم برخلاف آب حرکت کردم. میدونستم که خیلی اتفاقات ممکنه برم بیفته، حمله فیزیکی هم به من بشه و شدم، منافع مادیم به خطر بیفته، افتاد آگهی بمیدم، ولی گفتم آقا من یه مسئولیتی، من شغل انتخاب کردم که در مقابل مردم مسئول هستم. مسئولیت یک رسانه به نظر من از یک دکتر تو جامعه بیشتره. یک دکتر ممکنه با یه اشتباهش یک مریض رو بکشه، به مریض دومش نرسه، ولی رسانه میتونه که با چون مردم دارن رسانه ها رو گوش میکنن، مخصوصا امروز تصویری و شنیده نیست دارن میبینن، خب میتونه یه تلویزیون مردم بی راهه بکشونه. تلویزیون امروز نقش یک معلومه میتونه تو جامعه بازی کنه و من آمدم این تلویزیون چرازدنی رو زدم. از روز اولم سعی کردم با مدرک هر اتفاقی تو جامعه میفته، از اول حتمی کنسرت هم شروع کردم، حقیقت به مردم گفتم، نشون دادم. مثلا اولین باری که اتفاق افتاد که من چیزم مثلا آمده بودن کنسرت گذارا در یک شب توی لس آنجلس و تو سان فرانسیسکو، تو کنکورد سان فرانسیسکو کنسرت گذاشته بودن. خواننده هایی که اینجا بنا هست بخونن ساعت 11 با هواپیما برن اونجا، اونه که اونجا هستن بیاد اینجا. خب اینا رفته بودن فرودگاه، هواپیما خراب شده بود، حالا یا بدشانسی اینا زه اینا میگن خب یه هواپیما داره از آتلانتا میاد ساعت مثلا 12 میرسه، اینا گفتن خب 12 و نیم میرسه اونجا، اون هم هواپیما میاد خراب میشه. اون بچی میشه افغانی ها میزنن چراغا رو میشنن، دعوا میشه، شروع میشه، منم خبر نشدم. از اونجا به من زنگ زدن بعد از 2 روز، کسی که اونجا رفته بودن امضا جمع کرده بودن، به من زنگ زدن و جریان رو گفتن. گفتم من به شرطی میام اونجا که فقط یک نفر نباشه، یه عده باشن. گفتم ما یه عده هستیم، امضاها رو یعنی در حدود 450 مال رانی که رفتم اونجا و ضبط کردم با مدرک و رفتم تلویزیونشون دادم. یه اولین باری بود که همچین اتفاقی افتاد، که البته کنفیگوزارا بر علیه من بلند شدن، نزدیک بود یک دو نفرشون به من می‌خواد حمله فیزیکی بکنن، ولی من از چیز نرفتم چون کاری من انتخاب کردم که مسئولیت داره و باید در مقابلش بیستم و ایستادم. به این چرازنین 16 سال این چرازنین با تمام آقای سوبیت یه دفعه زدن شیشه ماشین من شکوندن، تمام تیپام ورداشتن. یه بارم در یک جلسه که رفته بودم برای اولین بار به دربار، آقای شاهزاده آمده بود توی هتل هیلتون، اونجا منم وسایل بردم، به یک چشم هم زدن. اینه من رفتم فقط ببینم کدوم اتاق، از آقای ارزمان مفید پرسیدم کدوم اتاق من باید اسوار بسرم، رفت به من نشون بده. 2 دقیقه برگشتم $18,000 و سوال من در اون موقع بردم. خب ممنونم. اونایی که منظوری که بازم من باستادم،
چون هدفم مشخص بود. ببینید وقتی شما اعتقاد به کاری داشته باشی هیچ چیز نمیتونه جلو شما رو بگیره. و کردم و واقعا هم اینم بگم آقای سوربگی، تو تمامی تلویزیونی که در لس آنجلس هستن حتی بیشتر سایش هیچ کس آرشیو من نداره، چون من همه چی رو جمع کردم. شما باور میکنید من تقریبا میتونم بگم 10 تا جعبه فقط روزنامه و مجلات لس آنجلس دارم با مدرک با حرف زد. بله، من اولین باری که یعنی با شما آشنا شدم و اینا همین ماجراهایی بود که برنامه‌های چرا زنین رو می‌دیدم و کار خوبی که شما می‌کردین با مدرک، یعنی اینجورم نبود که بخواین به کسی دروغ گفته باشید، ظلم کرده باشید اینها. و به همین خاطرم من همیشه فکر میکردم که این خب چقدر ضرر میکنه، چون هیچ کسی تو جامعه دیگه باهاش تماس نمیگیره، در صورتی که ژورنالیستای مثل شما توی جامعه های اروپایی و آمریکایی اینها پیشرفت میکنن، چون جامعه کمکشون میکنه و بهشون میگه آقا چون ما وقت نداریم ببینیم کی کلاشه، شما که هستی برو چیز کن. شما دو تا ایمیل برای من فرستادی، اونا رو دریافت کردم. نمیدونم بخواین درباره اونا که صحبت میکنین اون عکس ها رو نشون بدین. بله حتما با اون صحبت خواهیم کرد. بعد ببینید من حتی گفتم من در عرض چند سال سه دفعه به من حمله فیزیکی شد، سه دفعه حمله یک دفعه چهار نفر از من سرم. چرا رفتم دیدم که اینا کنسرت میذارن، مالیات که نمیدم، پول نقد میگیرم. من رفتم به وسیله ببینید دنبالش میرم، من رفتم یه مقدار مدارک بود دست آوردم که اینا به IRS دروغ میگن، مدرک نمیدن، نشون دادم تو تلویزیون، گفتم که اونه که به IRS چیز دارن. ببینید مهم من کنسرگزار نیستم که آقای سوربیک آمدن کار من گرفتن، نه من میگم آقا شما کنسر گذاشتی بذار من خودم کنسر هم میرم. یک خانم با یک آقا، یک زن شوهر، یک گرفتن، یه شب میخوان آقا برن حال کنن، برن خوش بهشون بگذره، شما چرا کاری میکنی که هم آبرو ما جلو پلیس آمریکایی میرن، دستای یه دونجا آمریکایی کار میکردن دیگه، همین که درصد رفته یه شب حال کنه خوش باشه با نامزادش، با همسرش، با خاطر بد میاد بیرون. اینا رو تو تلویزیون نشون دادم مدارک رو، گفتم که اونه کسایی که توی IRS کار میکنم بیا بیشتر از من بالا هستم بیان کمک کنم به من، من اینا میذارم زندان. آقا ما توی ببینید آقا ما توی مملکت، اگه ما توی مملکت دیگه در بیگ مقدار آزادی وجود آزادی بیان اگه این حرفا رو نزنیم کجا باز بزنیم؟ تو ایران که دروغ گفتیم، نمیگذاشتن که اگه هر کسی هر اشهابی میکرد ظلمی به جامعه میکرد یه سر چیزاش در نمیومد. یه داستان تعریف کنم نمیخوام اسمارم، یک نفر اینجا گرفتن، یه دکتری رو گرفتن انداختن زندان. بعد فهمیدیم که من رفتم آنن آخه یه مقدارم من واردم که چیکار باید، رفتم توی کورت 15 دلارم رکوردی آقا رو گرفتم، دیدم نوشته 530 فقره فراد کرده. خب البته این فعلا اتهامه. من آمدم گفتم این آقا با من دوست سلام علیکم داریم هیچ بدی هم میکرد، ولی روی این مدرک ایشون رو فعلا بهش اتهام زدن. ایشون وثیقه گذاشت، بعد یک سال از زندان آمد بیرون، من تو خیابون دید سلام علیکم، گفت آقای نادر اینجا، گفتم بله، گفت شما تو تلویزیون درباره من چیزی گفتیم، گفتم بله، گفت ما با هم دوستیم، گفتم دوستی جای خودش، گفتم آقای ایکس نگفتیم بیروز افتادیم، نگفتیم او دومی کار کرد، گفتم شما رو گفتم که دومی کار نکنه دیگه. آقای صوبی حالا تو همین جامعه لس آنجلس ما یه دی هستن واقعا چند نفر نمیدونی اینا چی اشهافی میکنن به جامعه ما، چی کلاهبرداریایی میکنن و همه رسانه ها میدونن ها، ولی درباره صحبت نمیکنن. به خود من گفتن گفتم آ نادر جان بابا برو دنبال چهار تا آگی ول کن، حوصله داری سر خودت بی خود درد میری بی خود دشمن دشمن. آقا میگه منم بدم کاسبی کنم. خب آقای نادر جان شما من بگید چه جوری با پناهنده ها، اولا اینا پناهجو هستند که شما بله پناهجو هستند، بله پناهجو هستند، هنوز پناهندگیشون قبول نشده، چجور شد، چطور شد که شما فکر به این فکر افتادید که به اینا کمک کنید؟ چون ما دیدیم خواننده ها و هنرپیشه‌ای هم بودن که آمدن از مشهوریتشون استفاده کردن، حتی برای زلزله زدگان بم، برای چیز، و بعدن متوجه شدیم سوء استفاده های زیاد کردن. ولی من میدونم از یعنی با صحبتایی که با شما داشتم دیدم که میری اونجا با چه مکافاتی، با چه خرج کمی، هزینه کمی از جیب خودت به اینا کمک میکنی. چی شد که با اینها به اصطلاح شروع کردی همکاری و کمکشون کردی؟ من اولین بار که رفتم اول آلمان رفتم آلمان و اونجا در روز در 15 روز موندم و اتفاق ژانویه بود، خیلی سرد بود، ولی رفتم اونجا
و به وسیله یک آقایی که به نام آقای خوشبنیانی آذریه، واقعا مرد شریفی، اون آشنا شد و ایشون کمک کرد به من که با این پناهنده ها چی کنم. بعد یه بار دیگه رفتم ترکیه. ترکیه دفعه اولی که رفتم زیاد وارد نبودم، ولی درسته یک مقداری پیدا کردم. ولی یه روزی آقای معالی‌زاده به من زنگ زد، گفت که، گفتم شما از کجا شماره من؟ گفت خانم آزیتا شیرازی داده. گفت منم میرم بری پناهنده شما، من شنیدم میری بری پناهنده ترکیه و اینجا. گفتم آره. گفت بیا با هم همکاری کنیم اینا. گفتم من همکاری باشه برای من مهم نیست، من فقط مهمی که کمکی بکنیم. بعد از مدتی به من گفت اون چیزی که براتون فرستادم به خاطر این فرستادم که. بعد از مدتی ایشون به من زنگ زد گفت که شهبانو به نام از یونسکو 15,000 یورو بگیره، اگر گیره من 2,000 دلار به حساب پناهنده های شما میدم. گفتم خیلی از اون متشکرم. یه ماه یه مانیم گذشت، ایشون 2,000 دلار ریختن به حساب پناهنده ها، چون من یه حساب برای اینا اینجا باز کردم. ریختم. بعد یه ماه گذشت و توی ماه اپریل بود به من سال 2006 یا 2005 بود به من زنگ زد، گفت که من دارم برم ترکیه و دوست دارم شما با من بیام. من گفتم خب پگه چیه؟ گفت من پول هتل و پول غذاش اینا میرم. من با خودم گفتم خب حالا میریم در سر بری پناهنده، وقت عیب نداره، ما که زیاد چیز نیستیم، وقت ما همچی طلاقی نیست که. ایشون به من گفت که از اون 2,000 دلار که واسه فرستادم شما یه بلیت بگیر بیا من توی ترکیه بهت میدم. گفتم باشه. حالا یادم نیست 1,500-1,600 دلار پول بلیت داریم. رفتم و اونجا توی فرودگاه ترکیه استانبول ایشونی من دیدم و بعد یه آقای بود به نام جواد شایسته که از انگلیس آمده بود. خب ما داستان زیادی دیگه، ما مدتی رفتیم این بروبر، رفتیم اول رفتیم به کاستیمینو، یه شهری بود در شمال ترکیه، خونه همین آقای علی جوانمردی که الان تو صدای آمریکاست. اونجا رفتیم و بعد من همه جا ویدیو میگرفتم، همه جا یعنی همیشه ویدیو من روشن بود، حتی یه دفعه نزول ماشین چپ بشه همین خلاصه. بعد دیدم که ایشون هر جا میره با این کردا ایرانی روبرو میشه، مثلا تو همین کاسیمون دیدم که یه کرد آمدن، آقای علی جوانمردی برش دست گل آورد و شبم دو سه شب رفت خونه اینا. بعد اومدیم چانکری و اونجا با یه دی کردا و کرد ایرانی البته آمدیم ما رو برد توی چیز آنکارا هتل هیلتون. من اعتراض کردم، گفتم آقا ما که نیامدیم اینجا بریم هتل هیلتون که خب اینجا آدم هتل هست که ما یه جور میخوام که یه اتاق باشه تختش تمیز یه همون هم باشه. گفت اینجا چیزه، گفت که اینجا برای اینترنت اومدم، من تو اینترنت داره. گفتم خب اینجا کافه اینترنته. گفتم عزیزم من نمیام، من میرم اونجا هتل دیگه، من هتل هیلتون نیستم، من میرم پولا پولای فکر میکنم پناهنده ها بود دیگه. بعد خلاص ما رفتیم و ما هر جا که میرفتیم میدیدم که اینا که میگم فیلماش هم دارم آقای سوربی هزیه همیجور نمیگم. رفتیم خلاص رفتیم شهرهای مختلف رسیدیم به وان. یه شب تو وان یه ده اونجا آمدن که به حساب جز بنیاد نوروز بودن، یه خانم بود به نام خانم اسمش کشور بود و این به حساب رئیس او قسمت بود. یه ده جمع شدن و داشتن صحبت میکردن درباره مشکلاتی که هست و فلان. تو اینا یک خانم بود به نام خانم دانشور با شوهرش با 3 تا پسرش، این فارس بودن، این کرد نبودن. این بلند شد اعتراض کرد، گفت آقای مالی‌زاده ما هممون اینجا پناهجو هستیم، مثل برادر خواهدیم که دارم زندگی میکنیم، با مشکلات میسازیم، ولی صحبت اینکه شما هر وقت میای به ترکیه فقط به این کردای ایرانی میرسی، میری برشون مثلا به سفارت، میری یو این، همش وکیل به اینا میگیری. ولی من اونجا بود آقای سوری دوزاری مفتدم، راستی ما هر جا میریم این با کردای ایرانی روبرو میشه، اصلا فارس من نمیبینم تو اینا. بسه ما آمدیم و از اونجا دیگه آمدیم به دوباره آنکارا و این بنا بود که با ما بیاد، ولی گفت که من دارم میخوام برم چه اردن، چون یک عده ایرانی هستن در یک منطقه بیطرف چند هزار نفر، اینا رو من ببرمشون اردن. یعنی یه جور صحبت میگه که من دارم اینا رو میبرم، که بعدن فهمیدم که نه، شهبانو کینگ عبدالله رو دیده بوده و این یعنی کسی بوده که اینا رو اونجا منتقل کنه به خودسا. اومدم آمریکا و اینم اضافه کنم، از اون 2,000 دلار که من تیکت کردم باقی دیگه پولشم از من گرفت، من آمدیم اینجا. بعد از مدت دیدم این نامه که الان برای تو فرستاده میگه، دیدی این نامه رو؟ نشون میدم بفهم.
آره دیم این نامه، یک نامه آمد از طرف بنیاد نوروز، مبلغش هم نیفته، نیفته مبلغ ناچیز در سایه $2,000 بود. من دیم خب این پول رو که ایشون از من گرفت، خب این حتما صورتی داده به بنیاد نوروز، آقا من $2,000 به ناچیز داره، ولی حتما صورت نده که آقا من این پول رو دوباره. و این ترکیه رفتن منم که پول هواپیما، من فکر میکنم که این پولم یه جوری با اینا حساب کرده، بله آقا نادرجا مثلا $2,500 من به نادرجا برای هواپیماش و خوراکش اینا دادم، یعنی دو برابر این پول به نظر من. من تو تلویزیون خودم نشون دادم این سوالم چیز کردم، ولی هیچ وقت جواب نشیدم. این بود که تا اینکه یکی از دوستای من، یکی از دوستای من به نام آقای علی که خواستین تلفنشو بهتون میدم، ای به من زنگ زد گفت آقا من به بنیاد نوروز هر در من 2 سال هر ماه دارم کمک میکنم، ولی یک روزی بهشون زنگ زدم که آقا این بیلان کارتون چیزاتون رو برای من بفرستی، میگم شما چیکار میکنی؟ خانم به نام خانم آزیتا بهش میگه که شما باید با وکیل با ما صحبت، به وکیلتون بگیم با ما صحبت کنه. یا میگه آقا چی وکیل، خانم چی وکیل، من دارم هر ماه پول میدم، خب باید ببینم این پول کجا میره و پولش قدمه. من به خانم آزیتا زنگ زدم گفتم خانم عزیز شما اونجا چی کار میکنید؟ گفت ما اینجا داوطلبانه داریم کار میکنیم. گفتم خب کار دیگه چی کار میکنید؟ آخه نمیشه که شما 2 سال 3 سال اینجا داوطلبانه زندگی چی چرا؟ بعدا از جاهای مختلف من تحقیق کردم که ایشون در ما یه پول متگردون داده میگیره و خلاصه کسایی که دارن برای این بنیاد نوروز کار میکنن هر کسون یه حقوق برای خودشون دارن برمیدارن. من چرا خودم تنهایی رفتم؟ دیدم اولا ایشون مثلا من برده که فیلم بردی کنم، ولی همش خودش میخواد مطرح باشه اونجا، و بعدم یه کاری کرد که دیدم اصلا با اون هدف من جور در نمیاد، ازش جدا شدم و خودم تنهایی میرم. و آقای سربی بهتون بگم تو تلویزیونم گفتم من یه چند نفر هستن که بهم اطمینان دارن، یه کمکای خیلی جزئی میکنن، پولی که جمع میشه من تو تلویزیون گفتم من فقط پول هواپیما رو برمیدارم، اونجا میرم نه پول جا دارم، خوراکم که میخورم میرم، اول من با پناهجوها زندگی میکنم، یه ملافه اونجا میخرم با یه رو متکایی. آقا بنده که از تو دربار که نیامدم، ما در زمان قدیم توت مفته رو زمین از رو خاک میخوردیم، تو خاکم خوابیدیم، تو رو سنگم خوابیدیم، اینا جوانای ما هستن، این من باید با اینا زندگی کنم که اینا بتونم درکشون کنم، بتونم اونا به من اینا رو میشستم، ولی اونا من نمیشستن. وقتی من شناختن میشنن در دل با من میکنن، وقتی من شناختن میشنن با من صادقانه صحبت میکنن، و من 3 چیز رو از اینا هیچ وقت نمیپرسم: برای چی اومدی؟ هر کسی یک دلیل رو به من مربونی، دینتون چیه؟ سیاستتون چیه؟ من که نرفتم از اینا باجویی بکنم، من رفتم اینا بشنم چیکار میکنم، کمک های خیلی جزئی، اول به اونایی که خانواده هستن سعی میکنم مثلا اگه ببینم تا چقدر پول زیادم نمیخوام، چون پول زیاد که میشه حرف در میاد توش، یه پول جزئی با خودم مثلا اندفعه گرفتم، من $2,500 داشتم، $2,500 هم میرم آنن چیز میکنم، لیره میخرم، همین مدارکش هم نگه میدارم، آنن یک عالمه مدرک دارم، از اینجا گاه آفتا مثلا زنگ میزن که فلانی یک گرفتاری داره $100 or $150 میفرستم به سریجون، آنن همین ها نگه داشتم، میرم اونجا اول به خانواده ها مثل یه ما دو ما کریهشون میدم، بعد به دخترها زنایی که تنهایم بهشون کمک میکنم، اگه پسری هم ببینم واقعا بعدش کارا بونا کمک کنم. همین، بسیار ممنون. افتادم بله میگم ببخش. بسیار ممنونم محسن جان، من اون نوشته رو نشون دادم، بذارید باز ضمن نشون دادن این بگم، و اون چیزی که شما میگید منم از این چیزی که شما تعریف کردید فکر میکنم که اینها یه جا پول دادن، دو جا مدرک گرفتن و به اصطلاح این حق رو برای بنیاد نوروز رزرو میکنیم اینجا که خانم آزیتا یا اون آقا یا هر کسی دیگه ای بیان و اونها هم نظرشون رو بگن که خدای نکرده بله. حقی از بله شما دایه نشد. من نظر میخوام، من تو تلویزیون خودم گفتم نشون بله. دادم همه، گفتم این آقا از من $2,000 گرفت، به شما آیا صورت داد که گرفته یا نگرفته؟ بیایم صحبت کنیم، ولی هیچ کس نمیاد صحبت کنیم. اون موقع که تلویزیون هم بچه‌ای در ذات آقای نادرنژاد، بذارید اینو به دوستان بگم، چون من خودم رفتم اینجا دنبال کار این سازمان غیر انتفاعی که اینجا بهش میگن نان پروفیت یا بله نان پروفیت بله. سازمانایی هست که همه IRS همه چیزا شماره داره 503C بگن، و این رو دوستان به هر جایی که کمک میکنید که بهتون میگن این از مالیاتتون کم میشه،
حالا من درستش کنم، حتی به هر جایی که حتی کمکم نمی کنید شما حق دارید زنگ بزنید، ایمیل بزنید، ازشون بخواین که صورت یا این بیلان، صورت حساب و خرج و دخلشون رو بگن. ضمن این که آقای نادری نژاد صحبت کردن با این خانم آزیتا، گفته که من اینجا داوطلبانه کار میکنم، هیچ اشکالی نداره که یک کسی کار کنه حقوق بگیره. مشکل ما دروغیه که میگن، و الا شما این سازمان صلیب سرخ یه دفعه آمد حساب کرد به مردم گفت که ببینید شما از 100 دلار که میدید اینا 97 دلارش خرج دفتر و تبلیغ و رفت و آمد و عیاب زهاب و خوراک میشه، 3 دلارش میرسه به دست اون. ولی دوستان ایرانی ما دیر آمدند زود اصا شدند. دیر آمدند، همینجا سازمانی بود چندین دکتر یه دفعه خونه هایی درست کردن و اینها، آیارس هم اومد همشون رو گرفت و زندان و اینها. بله، که همین خانم دکتر زنوسی تعریف میکنه، میگه من بارها به اینها گفتم این کاری که شما میکنید درست نیست، و خانم دکتر زنوسی هم داخل همین چیز بوده، داخل همین سازمان بوده، بعد با IRS همکاری میکنه و این سازمانو قشنگ بهشون میگه که اینا آقا به آقای فلانی یه رسید میده، یه پول میدن، یه رسید اینجا میگیرن، بعد میگن حالا بلیط هواپیما خریدی، بعد میگن بردیمش ترکیه، اینقدر پول میشناشن، یعنی دلا و سلا حساب میکنه. حالا شما صحبت از تلویزیون کردی، من الان تلویزیون چرازنین رو نشون دادم، صفحه فیسبوک تو نشون دادم، دیدم چرازنین رو شما نوشتید چرازنین دو، به احتمال زیاد یه نفر اومده اسم تو استفاده کرده، یا اون چرازنین یک نتونستی دیگه ساینین کنی. الان کجا هستی؟ ویدیو و این گزارش من الان نبود، من به ولی تو آپادورا بودم، آپادورا یه سال پیش بس دیگه من. منم تلویزیون دیگه، البته با آقای شجره صحبت کردم، اینا من قبل نمیپذیرن. یعنی چرا؟ به اینکه میدونه که من حقیقت حقایق رو میگم. اینا دنبال دردسر نیستن، اینا دنبال این نیستن که مثلا برشون، مثلا اینا میدونه همه با هم یه نوع رابطه‌ای دارن، یعنی به هم نون قرض میدن. درسته که آقای ایکس میاد میشه تو تلویزیون درباره فلانی صحبت میکنه، ولی شما همیشه نگاه کنید ببینید تا کجا میرن جلو. تو اونجا میرن جلو که یه خط قرمز برای خودشون دارن. دقیقا. من هیچ اون خط قرمز نداشتم، من هر کی بودم گفتم. حتی دوست یک دفعه خیلی راست میگم، من یه آقای مهبودی خیلی بهش احترام میذارم، هیچ وقت به من چیز نکرده، ولی یه بازش انتقاد کردم که آقای مهبودی ببینید شما در آمریکا وقتی که میخواید درباره مثلا اوباما کتابی بنویسین یا فیلمی بسازین، اگر از اون فیلم از اون کتاب استفاده مادی بردین، شما وظیفتونه که یک مقدار کمک کنیم به اون به حساب ارگنیزیشن آقای اوباما یا بوش. این چیه؟ چون میدین از اونها اطلاعات میگیریم، میدین کتاب خونه اش فلاینا. گفتم آقای میبولی یا آقای سعید قائم مقامی، شما آمدین از فردوسی و از مولوی تیپ زدید، خب این مولوی و این خیام و این فردوسی اینا ارثیه مردم ایرانه، این مال مردم ایرانه. شما به چی اجازه آمدین رفتین نوار زدین، سی دی زدین، استفاده خیلی کلونی هم بردین، ولی هیچ یک دلار هم به اون مثلا نمیده، میگه آقا ما این پول میخوام بذاریم کنار در آینده برای مثلا برای فردوسی که بیشتر ما بتونیم دربارش کتاب چاپ کنیم و بیشتر معرفیش کنیم. نکردن. آیا این حق من نیست که بگم؟ در صورت فردوسی متعلق به من هم هست، به آقای سوربی هم هست. درسته آقای سوب، این نظر منه. یه پولی بدن مقبرهشو درست کنن، یه پولی بدن اونجا کتاب بندازن. بله. ببین آقای نادری نژاد، من یه پیشنهادی دارم، نه به شما، به دوستان بیننده. اولا اگه دوست داری شماره تلفنت اعلام کن تا من اینجا به دوستان هم بگم. بله تلفن من هست 503 اوکی 267 503 کد اورگانه 267 0205. بسیار عالی. من هم حالا باز چی میکنم، اگه کسی هم خواست به من ایمیل بزنه میفرستم، بعد رو عکس و اینا کنم شماره رو میذارم. بذارید من یه پیشنهادی به دوستان بکنم، دوستان بیننده و شنونده، اگر بعد از 37 سال و 20 سال تلویزیون های ایرانی از شنیدن قربونت برم، نمیدونم عزیزمی فلانی خسته شدی، ضمن این که دیدی دستشونو کردن توی جیبتون، کلاتون رو یا برداشتن یا یه کلایی گذاشتن سرتون، تماس بگیرید با آقای نادری نژاد، با منم کاری نداشته باشید. اگر میخواین به پناهجویان کمک کنید،
بگید آقا من 100 دلار، 1000 دلار، 500 دلار میخوام بدم به شما که این بار میری برای من این کارو انجام بده. اینم داره رک میگه، میگه من پول هواپیما رو اینجوری از اون ور میدارم ولی باقیشو از جیب خودم چون با اونا میخورم همونجا میخوابم اینها. بعد یه پیشنهاد دیگه میکنم به دوستانی که مایلن افرادی مثل آقای نادری نژاد تحت فشار تلویزیون هایی که همه با هم دزدن و میخورن و میبرن، اون ماجرای شعر فریدون مشیری ماجرای گرگ آدم نشه که گرگا همه با همن ماها تنها هستیم، بیاین حمایتش کنید تا ایشون یا برنامه بذاره تو تلویزیون مردم یا تلویزیون خودش رو راه بندازه. قبل از شما هم من گفتم تلویزیون این روزا با 450 دلار با 600 دلار میتونه راه بندازه، هر روز بیاد بگه براتون آقا خانم بنیاد نوروز شما بگو ما چند حقوق میگیری که من این گزارش اگه حتی با IRS خبر دادم آمدن اونجا. همین که طرف بگه، بگه نادری نژاد من مای 4500 دلار حقوق میگیرم، خیلی ها میرن دنبالش، خیلی از ایرانی هم هستن تو IRS هستن. در هر صورت دوستانی که کمک میکنید به شرکت هایی که میگن غیر انتفاعی از تکستون میتونید کم کنید، هر آن هر لحظه باید اینها حسابشون یا روی اینترنت باشه بهتون نشون بدن یا براتون فکس و نامه و تلفن بهتون بگن درآمدمون اینقدر بوده، مخارجمون اینقدر بوده. باز یه بار دیگه شماره تلفن رو میگم، آقای محسن نادری نژاد برنامه‌های چرا زنینش روی یوتیوب هست، ببینید. شمارش هست 503-267-02-05، باهاش تماس بگیرید، بگید آقا من حاضرم مای 900 دلار، مای 600 دلار، مای 300 دلار، مای 3 دلار، مای 30 دلار بدم تا آقای نادری نژاد یه برنامه را بندازه. یه چیزی هم من با آقای نادری نژاد اینجا قول میدم که تلویزیون مردم صدای هیچ کس رو تا امروز خفه نکرده، به شما هم قول میدیم که صداتون رو خفه نکنیم مگر اینکه خود بگی آقا من ندارم که حمایت کنم. اون موقع ما به دوستان میگیم آقا ایشون نداره ساعت 20 دلار ساعت 50 دلار خرج بده، اگه شما هم نمیان دیگه به ما نگید که صداش خفه کردید. اگر دوستان میخواین افرادی مثل نادری نژاد توی رادیو تلویزیون ها باشن، باهاشون مستقیم تماس بگیرید. شاید اگه بهش 5000 دلار بدید بره برنامه از تلویزیون اندیشه و تلویزیون های دیگه بگیره، ولی اونا به اینا ببینید آقای زرمی باور کن به اینا، من حتی به چیز شجره گفتم همینجوری گفته بود آقا من حاضر با 1000 دلار بدم برای گفت نادری نژاد میدید بهانه، من میدونم اینا نمیدم. آقای زرمی من تو اینا زندگی کردم، ببینید من تو اینا غیر از این کار دیگه بلد نبودن، از این آزادی که در این مملکت هست دارن استفاده میکنن. اینا ببخشینا اکثرا مغازه باز کردن، آقا 30 ساله اینا تلویزیون دارن، همون حرفایی که 30 سال پیش زدن دارن نشخار میکنن، همون حرفا به هیچ وقت نمیدن مشکلات جامعه رو اقلا اونجا که نجستن عوض کنن، اقلا مشکلات جامعه رو بگن به مردم. آقا تو همین شهر یک نفر هست ما بسیارش گوشم محمود مشنگ شوهر گوگوش اسمش گوشم معمولی، این نمیدید که شهر چقدر کلا برداشته. بله. من گفتم مدرکشم نشون دادم، مدرک نشون دادم. بله بله. خب راه دور نمیخواد ببینید اینا ببخشین آقای بله. ببینید شما یه آب لیوان آب زلار بذارید جلوتون، یک دونه کاهی بیفته توش و آب آلوده میشه. اینا دارن اینا بودن جامعه رو آلوده کردن. آدمای خوبی هم هستن تو جامعه ما، آدمای خوبی هم هستن تو همین رسانه های ما هستن، تو پزشک های ما هستن، ولی ما پزشک هم دیدیم که تو زندان حالا. دقیقا. در هر صورت من ممنونم و میدونم که مشغول هستی، با هم صحبت میکنیم، امیدوارم تو این فاصله که این برنامه پخش میشه در بازبخش که پخش میشه دوستانی که دنبال حقیقت و اون پیشه ژورنالیستی هستن با شما تماس بگیرن و یه طوری بشه که یه جایی هم ما داشته باشیم که یه نفر جرأت کنه بیاد حقیقت رو بگه. و بازم خوشحالم که خیلی ها وقتی من صحبت میکنم فکر میکنم من مشهدی هستم، خیلی هم که مشهدی هستن من فکر میکنم شیرازی هستن. و من قبلا هم گفتم کسیه که وقتی آمده نرفته به قول معروف لهجهشو پنهان کنه و خیلی شجاعت هم لازم نداره، این اعتماد به نفس لازم داره. شما اون اعتماد به نفس رو داشتی که خودت باشی و به مردم هم بگی هر سوالی میخواین از من بپرسید،
آقا واقعا من ببینین به خدا من اصلا هر وقت تلویزیونم که رفتم دعوا کردن گفت اصلا نگفتم آقا گفتم هر چی دوستی بپرس چون چی ببینین یک رسانه چیزی پنهان نباید داشته باشه. دقیقاً من چیزی پنهان ندارم که بگم من دیدم دیگه خودم دیدم از پرسیدم مثلا یکی اومده این سوال از من نکن نه این او سوال بکن این کار آقای کی یکی نشون با صاحبه که مثل که شما میگه پلی اینجا تو آمریکا یا مسابقه میده مثلا پلی اقتصاددار یا میده پلی همین ترامپ یا کلینتون اونا که نمیگن آقا که تو این سوال از من نکن سوالا نوشته شده قبلا اصلا کلینتون یا اوباما نمیدونه چی سوال میخواد ازشون بشه. بله تا الان چند بار اتفاق افتاده همین آقای اندرسون کوپر از خانم هیلری کلینتون درباره همین انتخابات داشت سوال میکرد. هیلری کلینتون شروع کرد دفاع از مردم طبقه متوسط و اینها، گفت طبقه متوسط که شما صحبت میکنی شما ازش خبر داری، شما برای یه سخنرانی 675 هزار دلار پول گرفتی. اصلا خوشگل زده بود مونده بود اونجا. در هر صورت ما منتظر هستیم که دوستانی حمایت کنن. امیدوارم که شما تلویزیون خودت رو یه تلویزیون نقلی اینترنتی مثل همین مردم تیوی داشته باشی که هرچی بخوای بگی. تا اون زمان امیدوارم اقلن بتونیم هفتگی دو هفتهی وقتی که در آمریکا هستی بیا یه گزارشی به صورت ویدیوی کاراتم من دیدم خیلی قشنگه باهات. من میگم سال 2003 من شما رو توی چیز دیدم بل. از قبلش من با شما آشنا بودم. من اولا گفتم دوست دارم کار واقعا من آقای حالا وقتیتم میدونم کمه ممکنه من 26 سال 1000 مایل رفتم 1000 مایل آمدم. من اورگان زندگی میکردم، لس آنجلس کار میکردم. یعنی من از اینجا میرفتم اونجا یک هفته در روز میدم دوباره بر میگشتم میدم خونه. یادم این کار میکنه میدونی چرا؟ برگیز وقتی بله. من علاقه به کارم دارم بله. دوست دارم کارم بله. همینجوری نیومدم مثل پیتزا فروشی داشته باشم بعد بیام رسانه چیز بکنم بریم خودم بله. نه من دوست دارم وظیفه این کار تعهدی کار رو میدونم. آقای نادری نجات بله. شما چون قبلا در تلویزیون آپادانا صحبت میکردید، دوستان از من میپرسن چی شد آقای ستار دلدار رفته تو شغلی که مثلا خانمش بیمه و اینا هست یا کار دیگه؟ نه آقای ستار بول من اول بنا بود که یه برنامه شو گسترش بده رفت دنبالش دن مثل که نشد بعدم یه تلویزیون رو بست و آنانم به من اولین شماره شیدن آنه یه مجله ماهیانه زده ماهی مجله به نام احمون آپادانا دیگه زیاد من دیگه آره دیگه ایشون هم که تلویزیون بست بله بسیار ولی مجله میده بیرون مجله به نام مجله آپادانا. دوستان درباره حملاتی که به ایشون شده آخرین باری که من خبر دارم یک شاعر بزهکار معتادی هست ماجراش گفتیم بله. من اسمش گفتم مسعود لجن من آره دیگه مسعود لجن محمود مشک اینا بله. واقعا لطمه زدن. حالا صحبت آقای فریدون مشیری شد من یک روزی با آقای رضا معینی نو میشناسینش من توی وسول بودم دیدم که آقای فریدون مشیری تو رستوران نشسته با همین دوست ما چند نفر دیگه. من رفتم اونجا تا آقای مشیری چشم افتاد میشه که برنامه من همونجا دارم همونجا یک شعر برای چرازنین گفت برای من نوشت با خط خودش به من داد. خب اونم یه وقتی فرصت کنیم برای اون نشون بدین. من شماره تلفن محسن نادری نژاد دوستان خدمتتون یه بار دیگه میگم. ایشون در اورگان زندگی میکنه و همون جوری که گفت من یادمه حتی رانندگی میکرد میرفت اونجا میگفت میام حالا پشت در میمونم این دوستانی که خونشون اینجاست اینا سر موقع نمیان. ولی واقعا همینجوری بود باور کنید من ببین من 750 مال حرکت میکردم یک ساعت دو ساعت جلوتر میرسیدم میرفتم تو اونجا توی باشگاه 24 اور فیتنس همون میگرفتم میآمدم میشستم اینا دو مال سه مال پولشون دور بود نیم ساعت دیر میومدن. اون عشق و علاقه و پشنی هست که شما داشتید و دارید امیدوارم دوستان این رو روشن نگه دارن و با شما آقای صوبی قبل که خودم من فقط دلم میخواد که مردم کمک آگهی به من بدن کمک کنم که من بتونم یه تلویزیون مثل شما را بندازم که دوباره چون کارم دوست دارم دوباره حقایق رو با مردم در میون بذارم. مدارکی دارم چون آرشیوی که دارم اینا رو به مردم نشون بدم که بدونن پشت رسانه گروهی و پشت خواننده ها به اینجا چه اتفاقاتی میفته. اینم بگم خواننده ها آمدن اینجا گفتن که ما رفتیم برای پناهنده ها کنسرت مجانی گذاشتیم و
ولی بعدی که من تحریک کردم همین آقای زراب، رضا زراب گرفتنش. بله بله، آقای که سراب یا زراب، رضا زرابی فکر کنم باشه که خانمش هم یکی از خواننده های آره. ترکیه. این بله. یک نفر به نام اسماعیل، اینم حالا فامیلش یادم رفته، اون یعنی خواننده پول ارکستر و پول خودش میگرفته، ولی درسته پناهنده ها در حدود 1000 نفر پناهنده مجانی رفته بودن دیده بودن، ولی عکسی که من دیدم، دیدم خانمایی که اینا اونجا اونجا عکس گرفتن، ولی اینا پناهنده نبودن، اینا نمیدونم کی بودن، ولی اینا آمدن اینجا تو تلویزیون اعلام کردن که بله آقا ما رفتیم اینجا برای پناهنده ها کنسرت مجانی گذاشتیم، ولی پولش گرفته بودن، هم پول هتلشون گرفتن، پول هواپیماشون، پول خودشون و پول ارکسترشون. یعنی چیزی برای خودشون کریدیت‌های کاذب به وجود میارن. بسیار ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم. دوستان با آقای محسن نادری نژاد بودیم، چرا زنین، باش میتونید تماس بگیرید 503-267-0205. اگه مشکلی داشتید با من میتونید تماس بگیرید، من تا موقعی که تلویزیون خودتون را بیفته بهتون کمک میکنم، وقت میدم که اینجا بتونید هفتگی با دوستان باشید و این صدای پناهجویان رو به گوش بینندگان و شنوندگان برسونیم. بازم ممنونم، خیلی عزیز، متشکرم آقای سربی، خیلی متشکرم، لطفت واقعا، و امیدوارم که بتونیم در آینده هم همکاری کنیم هم افشاگری کنیم، دست خیلی ها رو کنیم که به جامعه لطمه نزنه. ممنونم از شما، مرسی عزیزم، خیلی خواهش. خب دوستان عزیز، با آقای نادری نژاد بودیم از اورگان و دیگه خودتون شنیدید به قول معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب، این سازمانایی که ادعا میکنن و اینها. اتفاقا جمشید هفته پیش یه ایمیلی برای من نوشته بود که ببخشید من این تصویر رو عوض کنم، ایمیلی فرستاده بود، بذارید من این رو هم اینجا درست کنم. امروز یه کمی ما هم های تک شدیم، هم آقای نادری نژاد رو داشتیم، دیگه خیلی هول شدیم. خب میدونید کسایی رو که وارده تو این کار، شما وقتی دعوت میکنید یه مقداری صحبت کردن و اینها مشکل میشه. البته این آقای نادری نژاد اینقدر آدم راحتی و آدم خوبی و بیشیله پیله است، آدم به اصطلاح این که دوستش رو دیده، داداشش رو دیده، و همین که تعارف از بیرون از میون بره ما وضعمون خوب میشه. بله درسته، پناهجو شما اگه براش بری کنسرت بذاری خوشحال میشه، غمشو کم کردی، ولی اگه شما درست میگی آقا خانم کنسرت تو یه جای دیگه بذار، یه پولی کمک کن که این بنده خدا میشه پناهجو بیاد لذت ببره از کنسرت، بعد بره رو زمین بخوابه، بره جایی بخوابه که آب بارون چکه کنه رو سرش، بره گرسنه بخوابه. خب میتونه نوارا رو گوش کنه اینور و ولی پولشو بهشون بدیم، مگر اینکه این کلاهبرداریایی بوده که ایشون توضیح داده. خب میبینم که دوستان هنوز هستند و آقای رزاقی عزیزم هست. آقای رزاقی، دیدم این سازمان مجاهدین چندین نفر رو تهدید به مرگ کرده، شاید شما بخواین حتی یک کشیشی رو فرستادم برای دوستان در کانون آوا، اون رو هم به نام کشیش رضا. این کشیش ها هم خارشون خیلی جالبه، کشیش رضا، کشیش حسین، اینها تهدید به مرگ کرده، شاید شماها بخواین از اینا استفاده کنید که به دولت فرانسه بگید که سازمانی رو که در خودش جا داده یک سازمان تروریستی هست، و اگر فرانسه میگه که من میخوام دست تروریست ها رو کوتاه کنم، باید از اتاق خودش، از خونه خودش شروع کنه. خب باز هم ممنون و متشکر دوستان، اگه لطف کنید و این برنامه زنده فیسبوک رو با دوستانتون شیر کنید، چون شما که اینجا هستید یعنی فیسبوک پیج دارید، و ضمناً همین الان توی این به اصطلاح توی این ویدیو که داره پشت سر من نشون داده میشه، بذار ببینم پشت سر منه یا جلو منه، دستمو که بیارم جلو منه، چون دست من میره پشت سر پشتم، داره راجع به این ماجرای کشتار 3 پلیس و زخمی شدن 3 پلیس توضیح میده. همونجوری که گفتم یه جوانی که 5 سال مارین، این کلمه مارین رو دنبالش میگشتم، مارین یه نیروی ویژه‌ای هست که همه کس نمیتونن حتی توش دوام بیارن، یعنی شما هرچی میخوای از سربازی بگی که من 3 ماه رفتم آموزشی، پام تاول زد و اسلحه اینجور و تشنگی کشیدم و اینا، اون مارین وقتی میشی از اینا گذشته، این زحمات رو کشیده، استخدام شده، رفته عراق رفته، نمیدونم افغانستان رفته، بعد
honor discharge، یعنی با احترامم از اونجا آمده بیرون، مدرکم گرفته بعد که آمده از زنش جدا شده. اینی که اون روز گفتن 22 تا سرباز از جنگ رفته هر روز خودکشی میکنن و آقای جورج بوش احمق میاد تو مراسم پلیسان میرقصه، برید ببینید، برید بزنید جورج بوش نمیدونم got crazy in police memorial یا چیز میبینید. یا شاید هم حالا اینجا نشونتون بدم، دیگه آخر برنامه است، بذارید من اینجا بهتون نشون بدم، یا خودتون برید یکم خودتون کار کنید. همش لقمه ها حاضر، عین اینکه بچه گنجیشکا چی بهشون میگفتن، شیراز میگفتن تیله گنجیش، مادره میرفت یه چیزی رو میآورد میجوید، اونا جیغ 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 میریخت داخل دهنشون. اینقدر عادت نکنیم آماده خور باشیم. یک بار دیگه ممنونم از آقای هوشنگ همشهری. آقا هوشنگ ترسو چیه؟ هوشنگ همشهری عزیزم، بچه لب آب، درخت افرا و درواز شادوی، درواز شادوی و ایداد ویداد، چه درختی بود اون درخت ها اونجا میمدی، اصلا چهار را بود این درخت ها همه رو پوشنده بود. منتظر آقای سعید عباسی بودیم، آقای سعید عباس سعیدی بودیم. اینجوری نمیشه، باید اگه من با آقای نادری نژاد قرار گذاشتم 12 ظهر به وقت اورگان کالیفرنیا، دیدید ایشون قشنگ عکس‌ها رو فرستاد که ما بتونیم نشون بدیم، باید یه مقداری منضبط‌تر باشیم، ارگانایزتر باشیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی هی من دنبال شما، شما دنبال من، من میام ساعت 2 شب از سر کار میبینم پیام گذاشتی، بعد شما میگی قبلش به من زنگ بزن، قبل از برنامه زنده من 1000 تا شور تو کلم اسم خودم هم یادم نیست که حالا زنگ بزنم به شما، زنگ بزنم والا چی بگم، من حتی به مادرم بعد از برنامه زنگ میزنم. در هر صورت قرار بذاریم، برنامه بذاریم، امیدوارم کسی زنگ بزنه بگه آقا من حاضرم هفته 50 دلار، هفته 100 دلار، هفته 40 دلار بدم. تا من امروز اتفاقا برای آقای سبا تبار نوشتم، فیلمای میگیره میره توی منزل سالمندان، بیشتر منزل سالمندان و خانه سالمندان انجمنایی که هست بیشتر کانادایی‌ها، و بهش گفتم این ویدیوها رو سعی کن تو تلویزیون مردم هم پخش کنی که مردم ایرانی بیننده ما هم یاد بگیرن، هی نگه آه کجا برم کمک کنم، من امروز اگه برم 200 دلار از دست میدم، ای مردشور این 200 دلار رو ببره، این همه پول برای چی میخواین، مگه چند سال قرار زندگی کنید و اونایی که خوردند و بردند و اینها به کجا رسیدن. همین آقای محمود قربانی که این آقا گفت، ایشون به من هنوز بدهکاره، مال آگهی هایی که 2 سال 3 سال پیش، اتفاقا یه نفر پیغام گذاشته از ایران، آقای محمود قربانی، ببین وقتی که پول بیلتو نمیدی در میری، بذار ببینم این دوستمون پیامش رو از ایران، خدایا شماره تلفن چند بود، زنگ زده بود گذاشته بود، بعد نوشته بود از آقای قربانی و اون برنامه‌ای که داشت چه خبر، بذارید شاید توی تودی باشه، اجازه بدید بله دوستان با هم این رو بشنوید. اول من متوجه نشدم، یه بار دیگه که گوش دادم شنیدم که ایشون از ایران تماس گرفته، با هم بشنوید ببینید. آقای محمود قربانی، شما میتونید آقای محمود قربانی باشید، میتونید پولتون رو ندید، کلاه اینو اونو بردارید، دروغ بگید 5 سال هی بیای بگی برنامه میذارم نذاری، بعد بشی محمود مشنگ. اون شاعر میتونه شاعر شعر تخت جمشید باشه، عزت و احترام داشته باشه، یا میتونه بیاد اینجا بره تو برنامه مجاهدا دوا بکشه، اسموک دیتکتور اینجا بوغ بزنه، من بهش بگم تو برو اونو نجاتش بدیم بریم، پلیس که بیاد بگم بابا من اصلا سیگاری نیستم، این همجوری خودش الکی دیوانه شد، یا بری چاقو بزنی تو سر آقای نادری نژاد بهت بگن مسعود لجن. میخواین مسعود لجن باشی یا محمود مشنگ باشی یا محمود قربانی باشی مسعود امینی باشی؟ بفرمایید. درود و سلام بر رسالی بزرگ، حسین هستم از ایران، گرگان، استان گلستان. خیلی از سایت لذت بردم، یعنی خیلی وقت نگاه میکنم مردم تیوی رو، همه چی داره، باید وقتی چیزش رو برمیداریم تو فیلم های روز، حالا هرچی، ولی کلن عالیه. یه مصاحبات هم همه بیسته، همه بیسته، نه عالیه، بیسته. این آقای قربانی رو
میشه کاش به یه دعوت کنیم بریم تا 24 که قرار بود آیدل دنیا رو معرفی کنی چی شد؟ میشه خواهش کنم. و بعدش خیلی آقایی این آخری مصاحبه تو آقای احمدی گوش کردم مشهر بود میدرستم کانتم تموم شه باز به زنگ میزنم تلفنم 909. بله شماره شونم دادن، خیلی تلفن درست با اسم با فامیل از کجا هستم، شماره تلفنم اینه، برای چی زنگ زدم. اول وقتی گفتم قربانی باور کنید من اصلا دیگه یادم نبود. یکی از دوستان نوشته جناب صبحی روز شما خوش، آیا محمود قربانی شوهر گوگوش؟ بله شوهر قبلی گوگوش، ماشاءالله خانم گوگوش انقدر شوهر کرده شوهراشو باید شماره بذاره، مثل این آقای ترامپ هست، زن شماره یک، زن شماره دو، زن شماره سه. خانم گوگوش هم شوهر شماره یک، شوهر شماره دو، شوهر شماره سه. حتی دو سه هفته پیش شایع شده بود که با آقای کی این شاعری که شاعر خوبی هست، فرحی فکر کنم اگه اشتباه نکنم، بنده خدا هم خانمش خودکشی کرد هم پسرش خودکشی کرد، که با ایشون ازدواج کرده و گفته بودن نه. در هر صورت حسین که از شمال ایران تماس گرفتی ممنون و متشکرم. آقای قربانی حتی به من گفت که میخواد در کشور مکزیک یه شهری درست کنه به نام تهران برای پناهنده ها. بعد بهش گفتم آقا این شهر رو بکن به نام ایران، چون تهران که داریم، تهران جلس داریم، تهران تو داریم، همین تورنتو، این شهر رو بذار به نام ایران. حالا اگه میگی پناهجوها رو اونجا بگو آقا من احتیاج دارم 10 نفر بیان تو این رستوران کار کنن، تو که اینقدر میای تو این برنامه ها درباره خواهر شاه صحبت میکنی که رفتی خونش شب نمیدونم گفته حالا همینجا بمون، بعد دست کرده تو پرپاچت و نمیدونم این چیزا، یا گوگوش با بهروز وثوقی اینجوری لاس زدن تو هتل و اینا رو ول کن، اگر کاری ازت میاد بیاد انجام بده، و الا شما دیگه برو مثل اونای دیگه بازنشست بشو که از این محمود مشنگ بیای بیرون و بشی محمود قربانی، کسی که اون موقع بوده. ممنونم از این دوست عزیزمون که از ایران لطف کرد و تماس گرفت. و اما تصاویر و جزئیاتی شگفت انگیز از زندگی عامل جنایت نیست فرانسه. من نمیدونم چرا این تیترا رو دوستان ایرانی دوست دارن، نه که این آقای علی شیرازی، نه ها، ایشون هم از یه جای دیگه آورده، بذارید اصلا بهتون نشون بدم. شگفت انگیز، من نمیفهمم این العربیه، آقایی که آدم کشته چه چیزی شگفت انگیزه؟ رفته کنار دریا با زن و بچهش و اینها عکس گرفته، بعد ورزشکار جوون هیکلش نشون داده عکس گرفته، از چه چیزی شگفت شما شگفت زده شدید؟ اینو به من نادان بگید. طرف میگه آقا من مسلمون که زن دنیا اومدم، مسلمون نیستم، ولی اگه تو فرانسه اینجوری به من ظلم میشه که میگن آقا این کشور فلانه، خب اینم ظلمشو پس میده دیگه. بذارید این عکس فرانسه رو بهتون نشون بدم، یه بار دیگه هم یه همچین کاریکاتوری رو به اصطلاح کشیده بودن. بذارید ببینم این، بله بفرمایید، این عکس رو ببینید. میگن یک عکس، یک تصویر اندازه 1000 تا کلمه گویاست. آقای اولاند، فرانسوا اولاند، داره بنزین میریزه روی سوریه. حالا این بنزین با تانک و با اسلحه و با فرستادن مأمور و با فرستادن پول و با فرستادن نیروها میشه هر چیز، ولی ببینید شعله ای که راه انداخته، دود این شعله داره کجا میاد؟ به صورت سازمان آیسیس با یه خنجر دستش میزنه به قلب فرانسه. یه روز پاریسه، یه روز نیسه، حالا باید ثبت کرد ببینیم، امیدواریم دیگه نباشه. اینم از این. حالا که تو این صفحه هستیم یه چند تا عکس خوبم بهتون بگم. بله منظور فریدون فراندوز بود که شایع شده بود که دروغ بود. ممنونم. ببین این فیسبوک چه کاری کرد. این دوستانی که مشکل پیدا کرده بودن با ما از موقعی که این ویندوز 10 و اینا آمده بود، الان آمدن و با ما همراه هستن. از این بابت بسیار خوشحالم. بله دوستان، آقای فریدون فراندوز متاسفانه دو مصیبت بزرگ تو زندگیش، یکی پس از دیگری، اولش پسرش خودشو انداخت پایین، خودکشی کرد، بعد همسرش، و من چندین بار ایشون رو دیدم، آدم بسیار
حالا دیگه اون کلمه رو استفاده کردم برای فرهیخته، دیگه ما میترسیم حالا کلمه فرهیخته رو استفاده کنه. ببین آقای جمشید، وقتی میگی اون کلمه رو استفاده نکن، میریزی لغات رو به هم. اون وقت دیگه ما نمیتونیم بگیم بابا این فره اندوز آدم فرهیخته، فرهیخته است، فرهیخته درست حسابی، شاعر هست، نویسنده است، گوینده توانایی است. اصلا صداش رو با اون شعرها، با اون حرف که میزنه، صداش صدای مثل مال من نتراشیده و نخراشیده نیست، هم تراشیده است هم خراشیده. خب بیاین بریم تو این عکس ها که حالا هستیم. ممنونم از خواهر عزیز گرامی. این خودمونی شدن هم گاهی وقتی همین میگم، خودم میگم نکنیم تا باز دست بردار نیستیم. این آقای اردوغان که میگن این چیز رو خودش راه انداخته، کودتا، نمیدونم این عکس جدیده یا نه، گویا 85000 تا یا 8500 تا مسجد، ایشون هم درست عین شاه. از اون ور میگه من پیشرفته هستم، از اون ور عقب افتاده تر از خودش خودشه. در زمان شاه برید ببینید چند تا مسجد درست شده و این مسجد ها یکی یکی پایگاه های عملیاتی و پایگاه ارتباطی آخوندی بود. کدوم آخوند؟ آخوندهایی که در دفتر خانم فرع پهلوی کار میکردن، آخوندهایی که کتاب های درسی من و شما رو مینوشتن. مصاحبه کردن با دکتر منوچهر گنجی، میگه آقای سربی بچه های ما کتاب های اون دیوونه کی بود، محمد رینگو و اون قفاری و آقای بهشتی، اینا نویسنده کتاب های درسی ما بودن. حالا دیگه عمق فاجعه روش ببینید. این نمیدونم الان بوده یا نه، داشتم اینو میگفتم، مساجد در ماجرای کودتا آمدن بیرون و از این آقای اردوغان. شما اردوغان میدونید سیبیلش باعث شده بیاد تو کار سیاست. جوانی بوده میره یه جایی کار میکنه، بهش میگن سیبیل تو بزن، میاد اعتراض میکنه و میگه سیبیلمو نمیزنم اینا. منم تو ارتش یه دفعه قبل از دوره شاه گفتم آقا اینجا این عکسی که دادید، گفتید اگر ریشتون تمیز و مرتب باشه میتونید ریش بذارید، شما به ما بیخود میگید ریش نذار. اون موقع ریش مد بود دیگه آخه. بعد خلاصه این آقای اردوغان هم در میفته با اونها و از اون شهر مثل که میاد و اینها دیگه. حالا برید داستانش رو بخونید. ولی این یک کبکی پرواز کرده نشسته رو سرش. میدونید که در داستانهای قدیم این هست که پرنده ای رو رها میکردن، اون میمده در جمعیت میچرخیده، یعنی نه صلاحیتی لازم بوده نه چیزی. قبل از اینکه بچه شاه باشی و بابات شاه باشه و نمیدونم یک شاهی رو کشته باشی، به این صورت یه پرنده ای رو رها میکردن روی دست هر کی، روی سر هر کی نشست اون میشد پادشاه. اینم حالا وقتی اومده خیلی خوشحال، اونام لبخند میزنن. البته خیلی ها تو فیسبوک نوشته بودن که این پرنده آمده جایی رو پیدا کنه که اونجا فضله بندازه. اینم تفسیر چیز. توافق نامه اتمی کهنه شده ولی چون سر سالش هست، یک سالگیش، اجازه بدید این رو بگیم که بیمزم نیست. نوشته توافق نامه هسته‌ای امضا شد. یک، هر که بمب اتم بسازه خره. دو، هر که تحریم کنه خره. ظریف امضا کرد، کریم هم امضا کرد، مگریش امضا کرد، اشتون هم امضا کرد. لطفاً اطلاع رسانی کنید. چشم، این کارو کردیم. و اما یک آقای هست به نام، هنوز میگم هست، به نام آقای علی، دکتر علی طاهری. مدرک دکتراشو دوستان میگن که ایشون از این دکترهای افتخاری گرفته، مثل دکترهایی که به شاه دادن و دیگران. کی بود که بهش خواسته بودن دکترا بده قبول نکرده بود؟ یادم بود، حالا باید یادم بیاد بهتون بگم. در صورت آقای محمد علی طاهری از این چیزای حلقه فلسفه و عرفان و این چیزا هست که من اصلا ازش نمیفهمم. دوستان خیلی زیادی تو تلویزیون مردم اومدن برنامه داشتن، اون خانم نیرومنش، خانم عادله رزمجو، دوستمون آقای هادی، و طرفداران زیادی داره. و حکومت‌های دیکتاتوری میدونید هر کسی طرفدار داشته باشه، مخصوصا طرفدار زیاد، ازش وحشت میکنه. محمد علی طاهری رو میگویا سالهاست گرفته و تا الان چندین بار به اصطلاح خبر مرگش و اعدامش و اینا رو اعلام کردن، ولی همین پریروز این رو برای من فرستادن که محمد علی طاهری روز گذشته 24 تیر ماه برای چند ساعت همراه با تدابیر شدید امنیتی به مرخصی آمد. البته بلا فاصله دوستمون گفت که نه، این خبرم دروغه. این عکس رو بهتون نشون دادم. و اما این نوشته رو دوستمون آقای رضا نوشته،
چهارشنبه ها آقای خدابندلو میاد در موردش صحبت میکنه، ولی من یه بار سریع بخونم. اتفاقا رضا یه چیزی دیگه هم تازه نوشته بود. جناب سوربی سپاس از زحمات شما. خدابندلو: من با نقد ادیان مشکل ندارم. خب یکم به هم احترام بذاریم. ببینید آقای خدابندلو، شما که به من میگی جناب، به اونم بگو جناب خدابندلو. به هم احترام بذاریم. منم از شما یاد میگیرم به دیگران احترام بذارم. به هر کسی گفتم احمق، میگم احمق فرهیخته. نقادی میتواند دینی را مورد ارزیابی قرار دهد که به دانش هرمونتیک اشراف داشته باشد. نحوه یا نحوه نمیدونم، اینا کوچیکه، منم چشام گلی بری میره. در صورت این ویدیوی ما هم روی فیسبوک دیگه 2 ساعت گذشت، قطع شد. دوستان فیسبوکی بستتونه، رضا هم فعلا ول کنیم، یه چند تا عکس دیگه بهتون نشون بدیم، نمیرسیم. دوستانی که طرفدار کوروش هستن و فکر میکنن کوروش رفت اونجا و همه جا هر جا رفته صلح و آرایش و آرامش رو برده، این نوشته رو یکی از دوستان برای من فرستاده: زنده سوزاندن مردم شهر نینوا، یادتون نینوا شد به کجا شد فلان اینها، توسط کوروش. کوروش برای تسخیر شهر نینوا روز عید که مردم در حال شادی بودن را انتخاب کرد. او به سپاهیانش گفت خانه های مردم قابل احتراق هستند و پس مشعلها را روشن کنید و آنها را به آتش بکشید تا ساکنانشان در آتش بسوزند. آنان هر کس را که می دیدن می کشتند و سرش را می زدند، چون کوروش دستور داده بود. گزنفون میگن اینو گفته توی کوروش نامه چاپ ششم ترجمه مشایخی 1188 تا به اصطلاح صفحه 214 تا 216. دوستان بعضی وقتا گول این استنادهای اینجوری رو نخورید. چرف اینو مینویسه که شما نرید بگید خب مستنده. اگر کسی این کوروش نامه چاپ ششم رو داره، لطف کنه اینو نگاه کنه. پتیک مخصوصا خیلی اینا رو میخونه، اون هوشنگ همشهری ما میخونه. دوستان عزیز، من در برنامه ها گفتم که امسال در سازمان مجاهدین خبری از آقای رجوی اصلا نبود، نه پیام دروغی، نه عکس خودش، نه عکس این و اون. در صورت آخرین خبری هم که بود این بود که اون آقا آمد گفت مرحوم رجوی، دوبارم گفت، الانم آهان رضا این خبر رو فرستاده که 4 سال بوده که آقای مسعود رجوی به بیماری ایدز مبتلا شده. این خب یه خبر بدیه برای اون خانم هایی هم که به زور آقای خانم مسعود رجوی گویا دعوت میکرده و شب برنامه های حمام نمیدونم رقص و نظافت و اینها بوده، اونها هم یه آزمایشی بکنن، چون بعض وقتا اون کسی که باهاشون بوده اگه ایدز داشته ممکنه اینها هم اون ویروس رو تو بدنشون داشته باشن. این هم از این. ولی عکس دیگه‌ای که جالبه، از آقای مهدادم سوال کردم، گفتم آقا آیا به نظر شما این درسته؟ حتی اگر، ببینید من میگم حتی اگر زندانیان اوین از گرد همایی بزرگ شما حمایت کرده باشن، شما وقتی عکس این طرف رو میندازین، اینو مینویسید، آیا دلیلی و اکسکیوزی، عذری نمیدید به آخوند، به اون مأمور زندان که بره این بیچاره ها رو در زندان در بند اذیت کنه و استقبال زندانیان یا حمایت زندانیان از شما به چه دردتون میخوره؟ پاسخ نمیدن. دوستان عزیز، میتونید ویدیوهای خودتون رو، نوشته های خودتون رو با $10 برای بیش از 8500 نفر که الان شده 8600 خورده ارسال کنید. من میفرستم اینجا، میذارم ویدیوتون رو و خودتون میتونید شاهد باشید، ببینید چند نفر آمدن ویزیت کردن. یاد بگیرید تا پول خرج نکنید. گفت چی؟ بیمایه فطیر است. این رو بهتون نشون دادم، این رو هم اینجا نشون دادم. این دیوانه فراری، شعبون بیمخ، نادر گرامیان، میگم اینا اگر انسان بودن، چون ما میگیم اگه مرد بودن این توهین به خانم ها، اگه انسان بودن پای حرفشون وای میسادن. ببینید یه مشتی پیروپاتالی که حقوقای آنچنانی رو خوردن و بردن و دزدیدن، حالا هم آمدن اینجا. آها، این چیزی بود که گفتم آقای رضا فرستاده و من میخونم. نوشته که منابع رسانه‌ای دلیل مرگ مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق را ابتلا به بیماری ایدز عنوان کردن.
میگه منابع رسانه‌ای دلیل اینو. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت پانوراما الشرق الاوسط، مسعود رجبی که به دلیل بی‌بندوباری اخلاقی در محافل غربی فردی شناخته شده بود به دلیل ابتلا به بیماری اید جان سپر. این گزارش حاکی است که پزشکان آمریکایی در دانشگاه جان هاپکینز 4 سال قبل متوجه ابتلای رجوی به بیماری اید شدن. آخه دوست عزیز رضا، مگه این آمریکا اومده بوده؟ این جان هاپکینز بغل دست ماست، اینجاست، نه بغل خونمون. البته ترک فیصل رئیس سازمان اطلاعات سعودی نخستین کسی بود که در جریان کنفرانس اخیر مجاهدین خلق در پاریس از مرگ مسعود رجوی پرده برداشت. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات خارجی فرانسه، مسعود رجوی به ارتباط غیر اخلاقی با زنان اعتیاد پیدا کرده بود و با بسیاری از زنان سازمان مجاهدین خلق رابطه داشت. این سازمان که در دوران رژیم بعث به صورت خب اونا رو میدونی، اگه لطف کنی اون اسنادی رو که میگی برامون بفرستی خوبه. این کارتون رو هم هر کی کشته بود قشنگ بود، گفته خب شما اینقدر دنبالش میگردید بفرمایید، من پیداش کردم توی تابوت به صورت مرحوم تحویل داد. این را هم من اون روز نشون دادم، یه بار دیگه نشون میدم برای دوستانی که مثل آقای مسعود میرزا، این شاعر گرامی و عزیز، میان و هی می نویسن اینجور و اونجور. من میگم بابا بخونید ببینید سال 1343 شاه به هویدا دستور میده که آقا این قیمت ها که مردم مخصوصا کارگرا نمیتونن تحمل کنن اینا رو کنترل کنید. خب یعنی چی؟ یعنی قیمتا قابله، یعنی بیرون از کنترل بوده، ولی اینایی که احمقن همون فرهیختگان میان این بالا مینیسن قابل توجه جوانان و نسل جدید، از این به عنوان تبلیغ استفاده میکنن، نمیدونن که تازه دارن به ضرر خودشون کار میکنن. اینم از این. ببخشید عکس دیگه‌ای که براتون دارم. آها، این آقای شهرام کی، اولا به من گفته بودن که این آقای شهرام کی پسر آقای محمود قربانی از یه همسر دیگه ای. از آقای محمود قربانی سوال کردم، تا امروز به من جواب ندادن. ولی وقتی که شهرام کی مریض بود از لحاظ کلیه و اینها، آقای محمود قربانی میگه من خیلی کمک کردم و فلان اینها، و مثل یک فامیل صحبت میکرد. راست یا دروغ نمیدونم. ببینید آقای قربانی، شما وقتی به من دروغ میگی، وقتی به آقای نادری نژاد دروغ میگی، دیگه ما نمیدونیم راست میگی یا دروغ میگی. این عکس رو انداختن آقای شهرام کاشانی که اسم خود شهرام کی هست. من به خاطر ویدیوهایی که درست میکرد از هواپیما که سوار میشد 6 تا دختر نیمه لخت میمدن، اسمش رو گذاشته بودم شهرام کی. اونایی که اسپانی هستن میدونن یعنی چی، اونایی هم که نیستی بری یه کلمه یاد بگیری. ولی خب جوان بود، بعد زن گرفت، بعد مریض شد به خاطر مشروب زیاد اینها. ولی این عکسش در ترکیه است، میگن معتاده و بعضش بده و اینها. اینجا نوشته که واقعا چه بلایی بر سر این پسر آمد. او در حال حاضر در ترکیه در خیابانها آواره میباشد و به خاطر اعتیاد هزینه های زندگیش را از طریق مسافران ایرانی که به ترکیه مسافرت میکنن میگذارند. کسی نیست کمکش کنه، خانواده پولدار پس چی شد؟ یه ویدیوی من ازشون دیدم، تو اون ویدیو هم خیلی وضعش خراب بود. بعدم هی میگفت که من نمیدونم خانواده‌ام پولداره و ما پولداریم و اینها. آقا اونایی که پولدارن همش میگن ما نداریم که به کسی کمک نکنن. دوستان هر از مدتی سرعت اینترنتتون امتحان کنید. یه وبسایتی هست speedtest.net، اون بهتون میگه این عدد پینگ خیلی مهمه، باید کم باشه. این دوتا هر چی زیادتر باشه بهتر. میبینید الان مال بعضی از شما این یکم نیست. ما اینجا چون پول میدیم برای بیزینس، پول زیادتری هم از اون میگیرن، اینا بالای 100ه و برای که بهمون گارانتی میفروشن میبینید همیشه بالاتر از 100ه، برای که میدونن اگه این کار نکنن ما برمیگردیم یقشون رو میگیریم. و این هفته نامه رو بهتون نشون میدم که توی هی نمیخواد برید تبلیغ مال ایران رو بفرستید و شماره دروغی بذارید و اینها. ببینید روزنامه یا نشریه هفته نامه فارسی زبان ایران ستار چاپ تورنتو در کانادا در شماره اخیر خود که به مناسبت عید فطر از اعیاد اسلامی منتشر شده است، آگهی یک مؤسسه ارائه کننده خدمات صیغه را برای شهروندان
شهروندان کانادایی منتشر کرده که با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. این خبر نخستین بار از سوی وبسایت اطلاع رسانی فلان افشا شد. خب حالا اینو داشته باشید دوستان، این دیگه کار اونایی که سالی یه بار بلند میشن، سالی دو بار بلند میشن، از اینجا میرن ایران و میان و به دیگران هم فخر میفروشن که آقا ایران خیلی آباد شده. بعد که میگی چی؟ میگه آقا رفتیم عرق خوردیم، تریاک کشیدیم، اینجوری اونجوری. این کار اونا راحت کرده، گفته دیگه چرا بلند میشید میرید اونجا، این که سیغه داره، خودش هم خونه داره و فلان اینها. یه نفر که این مجله رو میبینه یا هفته نامه رو میبینه یا مسئولینش رو برای من بنویسه کی هستن، اگر جرأت داشتن شامت داشتن یه مصاحبه هم با اونها داشته باشیم. این یه بار دیگه این صفحه CNN Live رو بهتون نشون میدم. Day One یعنی روز اول گرد همایی یا کانونشن یا چه میدونم کارنوال این جمهوری خواهان. و یادتون باشه دوستان، جمهوری خواهان به سرکردگی ابراهام لینکلن کسی هستن که مخالف بردهداری هستن، کسی بودن که مخالف بردهداری هستن، و همین دموکراتایی که امروز نتیجه شده خانم هیلری کلینتون کسانی بودن که در جل روبروی اونها وایستاده بودن و اینها موافق بردهداری بودن. بردهداری گذشت و رفت و باعث جنگ‌های داخلی شد و صدها هزار کشته به جا گذاشت، ولی آمریکا امروز میبینید با دست خودش داره خودش رو نابود میکنه. نظرتون رو درباره این به من بگید که چی هست، این کار رو انجام بدیم بذاریم یا نذاریم، یا فقط روزای مهم بذاریم که اگر یه بریکینگ نیوزی باشه. ولی خب من بهتون گفتم یادم میره بعضی وقتا نگاه کنم. ساعت 4:11 دقیقه است. 411 یا 411 شماره تلفن مرکز اطلاعات آمریکاست. تو ایران یادتونه 08 بود، حالا نمیدونم یه جای دیگه. در صورت کی دیگه به زنگ میزنه تلفن، با تلفنت میزنی شماره تلفن فلان جا، آدرس فلان جا، ساعت کارش همه رو بهتون میده و میگه. اگر از برنامه امروز خوشتون اومد، مدیون هستی چی بگیم که حمایت کنید تلویزیون مردم رو. اگه باور دارید تلویزیون ما وابسته است به یک جای، از اونجا حقوق میگیره، شما چقدر احمقید که تلویزیون وابسته رو نگاه میکنید. اگه باور دارید که وابسته نیست، خب حمایت کنید. دوستانی که حمایت میکردید به هر دلیلی، کردیت کارتتون عوض شده، بانکتون عوض شده، سقف بانکتون پایین ریخته، هر چیزی، یه کاری کنید که این حمایت دوباره انجام بشه و این بلندگو رو برای افرادی مثل آقای نادری نژاد باز بذارید. یه بار دیگه شماره تلفن محسن نادری نژاد رو بهتون میگم، 503-267-0205. اتفاقا یه دوستی داشتیم، یه بانوی از این منطقه اورگان زنگ میزدن، ایشونم خبری ازش نداریم. خب دوستان، نظرتون درباره این برنامه هم میتونید بنویسید، میتونید تلفن بزنید. تو رو به جدتون وقتی زنگ میزنید نمیخواد بگی آی سوربی گوشی رو بردار اگه اونجا هستی، من اینجا نیستم. اگر زنگ میزنی نمیخواد بگی من زنگ زدم با خودتون صحبت کنم، حالا که خودتون نیستید بعدن که خودتون اومدید به من زنگ بزنید. میخواین ساعت 2 صبح بهتون زنگ بزنم؟ نکنید این کارو. مثل یه انسان قرن 21 از این وسائل، از دردسراش رنج میبریم، از محاسنش استفاده کنید. زنگ بزنید بگید سوربی توی برنامه این کلمه رو اشتباه گفتیم، درستش این میشه، پیامتون رو پخش میکنم. زنگ بزنید مثل این دوستمون از ایران بگید آقای قربانی، آخه مرد حسابی، 70 سالت هم فکر کنم بیشتره، چرا میای به مردم دروغ میگی؟ چرا میای جوونا رو اصلا اینا رو جمع میکنی اطلاعاتو برای چی؟ یه نفر محسن نادری نژاد بره دنبال این مشنگ به قولم ببینه که چرا این به خانما به دخترها میگه عکساتونو بفرستید، ویدیوهاتونو بفرستید، من مسابقه میذارم. میدونید اینجا توی آمریکا یه سازمانی رو گرفتن که مرده به خانمای جوان میگفته بیاین من میخوام هنرپیشتون کنم و خب حالا نمیدونم بدنتون نشون بده و فلان اینها. اون بیچاره هم هر کاری این میگفته میکردن به این امید که این فیلمشونو ببره تو هالیوود و فلان اینها. بعدن پلیس گره گوه اصلا این مرده که از اتاقش بیرون اونورتر کسی رو نمیشناسه، هالیوود چیه؟ در هر صورت آقای قربانی شما چرا این کار کردی؟ چرا گفتید ما فستیوال میذاریم؟ چرا گفتید ما شهر نمیدونم تهران درست میکنیم که مکزیک مردم رو میاریم، پناهجوها رو میاریم؟ این همه اگر دروغ نبوده بیان بگید کی کجا. دوستان
خسته شدم. ممنونم از آقای نادری نژاد که آمد یه 30-40 دقیقه حداقل ایشون صحبت کرد. ولی ببینید وقتی که سوربی از سال 2003 میگه کارمون خیلی خرابه، به خاطر این ماجراهایی هست که آقای نادری نژاد هم از قبل میگفته، ولی این جمله رو سوربی درست کرد، کارمون خیلی خرابه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. چهارشنبه با شما خواهیم بود، از ساعت 2 برنامه رو شروع میکنیم، ساعت 3 با آقای یزدان خدابندلو هستیم، ساعت 5 با آقای پرویز مینوی از تگزاس هستیم. اگر آقای سعیدی این برنامه رو بعدن دید خواست جمعه ساعت 3 برنامه بذاره، 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر نمیتونم، ساعت 4 برنامه آقای حسن ارشاد هست از ایران. بیشتر از این اطلاعات میخواین برید کلتون رو بکنید تو کامپیوتر، از گوگل همه اطلاعات رو بگیرید. ممنونم، روز روزگار بر شما دوستان خوب، دشمنان دانا، مخالفان خوب هم خوش. مرسی.